بسم الله الرحمن الرحیم. کمک به مردم راست ایمان است. از وکیلی پارلمان تا دستگیری بینوایان، مردی که همواره بیشتر از خانواده‌اش در خدمت فقرا، مساکین و مردم بیچاره‌اش بوده است. دستش بوی سخاوت و مهربانی می‌دهد و خداوند با دستان این مرد دستان انسان‌های گرفتار را گرفته است. از این بهتر نیست که دست افتاده و دل شکسته را بگیرید و لبخند را مهمان قلبش کنید. دیگران خواستن آدم مهم باشند، ولی این مرد خواست که آدم مفید باشد. عزیزان یادمان باشد کسی که غریبان را تحویل بگیرد، خداوند او را تحویل می‌گیرد. همچنان رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد می‌فرماید محبوب ترین مردم نزد خداوند کسانی هستند که وجودشان برای مردم سودمند باشد. بله عزیزان، این مرد کسی نیست جز آقای سید احمد سیلاب که از سخاوت، مهربانی، بخشش و خیرخواهیشان با خبر هستیم و سر خیرخواهیشان نیز شهره هستند. من تمیم سیدی در برنامه کاکتوس میزبان شما هستم. بله جناب وکیل صاحب، شما را خیلی خوش آمدید میگم به برنامه کاکتوس. سلامت و سید ارسن امخ که تاس تا استاس اداری و تکنیکی همکاران و تا استاس شایسته تلویزیون و شایسته برنامه طول و مینوال تا سلامان و درنشت وقت مو پخیر. علیکم سلام، بسیار تشکر، لطف کردید. جناب وکیل صاحب، نام و تخلص شما را من بسیار دوست دارم به دو دلیل. یکی که نام پسرم احمد است و دومی که یگانه تخلصی که مورد علاقه و پسند ما هست سیلاب است و بسیار دوست دارم این تخلص را. و جناب وکیل صاحب، در شروع یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از خود شما به زبان شما. سیلامت سیلابیم، اصلی د کندهار ولایت، دغه څخه وروسته بیا روزګان ولایت کې مو خریداری د مځکو کړی دی. دغه څخه وروسته د ډاکټر نجیب په وخت کې مو پلار په هرات کې وظیفه درلودله. د یو څه وخت لپاره د هرات رئیس د معارف و زیږیدنې مې په هرات کې سوې ده. دغه څخه وروسته و هلمند ولایت ته راغلي، یو څه موده ژوند مو هلمند ولایت کې کړی دی. دغه څخه وروسته بیا کندهار ولایت ته په کندهار ولایت کې پاته سوی. پاول دغه انقلاب پاول وختو کې مې په مختلفو برخو کې کار کړی دی. دغه څخه وروسته بیا بنا پر ځینو ضرورتونو باندې او د ولس په تشویق باندې د وخت د ضرورت پر اساس باندې مې ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی. د ولایتي شورا څخه وخت چې هلته مو وکتله د ولس مشکلات ستونزې زیاتې وې او صلاحیتونه کم وه، نو مجبور سو چې ولایتي شورا ته په اخر کې استعفا ورکړو او پارلمان ته راغلو. او په پارلمان کې د کندهار غویر ولس د منتخب مزدور افتخار می درلود. بسیار خوب. و جناب وکیل صاحب، در شروع ما می خواهیم یک چیز برای ما واضح بسازیم. مردم عزیز ما القاب بسیار زیادی را برای شما واگذار کردن یا گذاشتن که ما به کدام لقب شما را صدا بزنیم. ما براتون می خوانم: وکیل بیوه‌ها، وکیل ریش سفیدان، وکیل بی‌بزوت ها، وکیل جوانان و وکیل مجرد ها. این کدام این رتبه بندی بوده؟ اگر وقتی باشد ما میخوایم یک معلومات خوب است. وقتی که ما کتی ریش سپیده میشیشتیم زیاد به مشورای اونا گوش میدادم، یار و یوار و وکیل ریش سپیده صدامه که وقتی که کتی مردم بی‌بزوت سبب خیر می بودم و کتش کمک می کردم وکیل به بزاتا. وقتی که کتی بیوه و یتیم کمک می کردم بازم نام بیوه و یتیم سر پختش. ولی همی چیز بسیار یک کسی جالب داره، همی وکیل مجردا. کندار سکوت کرد، بعد از کندار دیگه کابل سکوت کرد. اینجا خانی وکیل و وزیر موین و تجار و سراف و سناتور و اینا خو برای کلگی معلوم بود والی. دیگه باز دوستا زنگ زد که عاجل خود به کابل برسان که اینجا وضعیت بسیار خراب است، طالب و ناطالب هیچ معلوم نمیشه که کی است. خانه مردم داخل میشه، سلام میخواد و موتر میبره، پول میبره، یک بسیار چیز است. اگر بود این روز اول سکوت کابل بود و سه روز پیش کندار سکوت کرده بود، ما باز کتی والی از والی کندار مشوره کردیم که ما میریم که کابل چیزم. با مشوره سپیدا باز اونا گفت که ما امنیت براتان چیز میکنیم که به امنیت براتان. من گفتم نه، نیاز به امنیت ندارم. باز یک یک تکسی بالا شدم، یک ما بودم، یک تکسی من بود، یک دیگه نفر بود بالا شدم. شب بود که دمی منطقی چیز آمدیم، شهر سپا آمدیم، در اینجا تلاشی شروع بود. ما روی خود پنچانده بودم. امی طالب از پیشم پرسان کرد، گفت دا پښتو برم، گفت که بسیار لک دیر لک چې خطرناک چارواکه چې د مختی پیچلې دي.
نو ما ورته لچ خطرناک چارواک خونه ما پاغه دولت کی میکار کوي خو ولسی چوکي می درلودله وظیفه می ولسی و ول وس عمومي عفسوي د مبيريجه ته دي مخلصکه ورته لچ دا دوري دي د دوړو په خاطر باندې مخلص دغه کړی دي چې سینا می نسی به یوې دوه میاشتې پر بیا د سینې درد لرم بیا ته دغه کړل چې ته مخلصکه ما چې مخلصکه د دا ګروپ داسې را باندې نیولې دي یپلا داسې را ته وګوري بیا داسې فکر وکړي داسې فکر کوي بیا داسې را دغه دا درې مو څلورم وار چې داسې دغه کوي وایي ای د مجردانو وکیل صاحب راکښته نو زه چې راکښته سوالم په مخابره کې غږ وکړي پر نور ملګرو باندې چې مجرد مخلوق ځان را ورسوه د مجردانو وکیل می پیدا کړی دی بیا هغه راغلله بیا یې عکسونه سوله بیا د اندازې څه زیاته مینه اندوانه او خټکۍ یې راوړې انرژي یې بابې اوبه یې راوړلې چای یې راوړلې بیا نو دلې ته مې یو ګوړی دغس خو جالبه دا وه د دې ځای څخه چې تللو شل پنځه ویشت کیلومتره بیا بل چیک پوینټ دی بیا موټران ولاړ دي بیا یو طالب غږ وکړي ولا د مجردانو وکیل دې خپله را تاسې په موږ باندې دي خلک نه ازاروي بیا به زه د موټره څخه ورتاس ولم په هر ځای کې چې دې چیک پوینټ کې د مجردان وکیل په دې موټر کې دی هغه ورته ویل چې یا دلته نه څه بیا چې په دې موټر کې دی یا نه څه بلاخره بیا د ټیکسي لمبر ورڅخه چې هر ځای به ورغلل چې داسې بې لمبر ته بې ماسې وکتل ول دا موټر وګرځول بیا ورته ویل چې هله موږ ته ژر واده را وکړه تاسو موږ سره څه مشکل درلود چې په کندهار کې د خلکو ته هلمند کې د خلکو ته ودونو موږ ته د واده نه را دغه کوي بیا به ما دلته یو ګړی سره دغه کړله نو دا هغه ځای څخه چې دا د مجردان د وکیل نوم را باندې پوخه نور نو الکاب خو مخکې وم هغه دا د مجردان وکیل چې دی دا نوم را باندې پوه دا داسې نوم دی چې اوس یې د ځانه نشو ایسته کولی درست او چې هر تاسې لازم کړي په هر یو کې چې تاسې راحت یاست هغه مجرداش بهتر است ای کاش که قبل از اینکه به سینه شما میل تفنگ را میمان یا شما صدمه میدیدینی و یادش میامد چقدر خوب میشد نه؟ خب وکیل صاحب پیشتر ما یک سوالی که پیش مردم بود و پیش ما هم بود این بود که وکیل صاحب شما را میگفتن که از هرات هستید و وکیل از مردم قندهار در اینجا گپی بود سوالی بود که چرا شما نرفتید به هرات وکیل نشدید و چطور تانستید که رای بسیار زیاد از ولایت زیبای قندهار بگیرید پس در گپ های پیشترتان ما متوجه شدیم که من سر پیدایش گپ دیگه چیز است درست است یک توضیح هم میشه که من پیدایش سر پیرات که سوی دی نور لوی سوی مکتب مو پا دقیق که ویلی دی او پوهنتون مو پا کابل که بختر پوهنتون که ویلی دی کزاو سران والی پا برخه که زه فکر کوم چې زه به وایت کاندید وم یوازې په کندار کې نه د کندار وی رولسم د برنامه به مو ګوري زه یوازې نه هغه څوک کوم چې ور په میم نه د مصرف کړی او فقط درې وخت څلور عکسونه می یو درې څلور ایتمانو ته چې موږ د کار زمينه مساعد کړی او هغه پیسې سره چند کړی وي هغه غټ غټ عکسونه خپل پر دغه باندې د ملګرو کورونه پر هغه باندې ځړول او نه می کمپاین کړی دي نه می عکسونه چاپ کړی دي او ډیر لوړ راایم واخستله در حالي چې موږ سره بيخي ډیر میلیونر کاندید و او ډیر کوي کسان کاندید وزمر سره درست پس نه حمایت سیاسی بوده نه حمایت خارجی بوده نه نمیده پلار څخه په میراث باندې را پاته و او نمنم د کورنۍ په غړو کې داسې څوک مایه درلود چې هغه دې زما سره ډیر غټ کومک کړي او زه دې د محبتونو او یا هم د ستړیاو قرضدار و وسېږم بس د خدای پاک مهرباني او د غوی رولس حمایت او دعاوي بسیار خوب جناب سیلاب از جنجال های داخل پارلمان برای ما تعریف بکنین چرا دوره هفته هم ثبات نداشت؟ مشکل در چی بود؟ زین ترخه حقیقتو دادی چوک سرگی نسی پا پوچوالای متاسفانه و بدبختانه اگه چی چی پا ولی سم دوره که و زفکر کومه چی اکثر وکیل سایبان و عذاب دو وجدان داری موجه یه وقت دا برنامه به شاید رحمانی صاحب پوریم ورسیږي تقریبا یو څوارلس پنځلس وکیلان د رحمانی صاحب په دفتر کې سره ناست وو ما یو خبره ورته وکړله چې رحمانی صاحب دا چانس یو یو وخت د سړي وو کور ته راځي او بدچانسي اکثره وخت راځي په یو ډېر اساس شرایطو کې او ډېره غټه چوکۍ یو دم لاسته ده راغلله تر اسه داسې استفاده ځینې وکړه چې نسلونه ستا په نامه باندې افتخار وکړي راسته دا د سولې پروسې ته یو څه لږ قوت او قدرت وربخښي دغه خپلمنځي اختلافات چې دا په پارلمان کې دي پر ډېرو کوچنیو موضوعاتو باندې
مشتسی مشکلات سره لرو دغه به یو خاطر افتدای جبنی و سمتی و زبانی و مذهبی دغه اختلافات به سره پریږدو او دغه غویر کوشش بو کو چې دغه غویر ولس و وش کو ته د سمال سو و درته سکون سو او وزخم ته ملهم سو او دا به د دنیا او اخرت کامیابی زموږ سپنه سیفی خو متاسفانه اگر کم چې د اولس حق و او د دغه مقدس خاورې پر موږ باندې حق درلودي ولسم دوره په اگر کم باندې لکه د اولس توقع چې و چې ټوله ځوان قشر تللی ټوله لوستي ځوانان تللی دي په اگر کم باندې شنه و ځلېدله ځای لري چې باید ټوله د ولسمې دورې وکیلان تر ریسه پورې د غویر ولس څخه بخښنه غواړي زه خپله بخښنه غواړم په اگر کم باندې چې زما د اولس حق و او په هغه رقم باندې چې د دغه مقدس خاورې حق پر ما باندې په هغه رقم باندې ما ونه کولای سوله چې د ځینو موانع او مشکلات پر اساس باندې خپله مقدسه وظیفه مخته بوزم نو تر دې پر ځای باندې چې بیا ځای منطق او دلیل وایم ځای لري چې کم کمی او کاستي چې زما څخه سوي او کمه بې غوري زما څخه او کمه لفظي اشتباه زما څخه د ولسی جرګې په وخت کې په همدي یا غیر همدي توګه په همدي خو به این چلنه یې سوي که په غیر همدي توګه باندې راسه سوي زه سر په تعظیم لاس پر نامه د ټول غویر ولس څخه بښنه غواړم او ویله ده چې ولس ما وبخشي انشاءالله که میبخشند و مطمئنا چیزی که دیده میشه شما یک فرد بسیار مثبت هستین و وکیل صاحب در میایم سوال روی آقای اصولی و آقای رحمانی از یکی از وکلا او وقت چی کرد؟ ادعا کرد که در انتخابات ریاست مجلس بین آقای رحمانی و آقای اصولی بسیار پول انگفت معامله شد و این پولای بی‌زبان را حتی در جای دیگه نیافتن در بین تشنابا معامله کردن این واقعا داشت؟ پدی که چک نسته چی یوازی در دیر کسانو چلت بید زن و اداری پلاوی تا کاندیدوی پیسې به تا والا کېدلې زه فکر کوم چې دا به منطقي نه وي چې وکیل په تشناب کې پیسې اخلي ځکه چې هلته ضرورت نه و چې په تشناب کې پیسې واخیستل شي ځکه دا شان داسې متاسفانه او بدبختانه علني وه ځینې وخت دا شان علني وه او زه فکر کوم چې که طالبان وګوري شاید ارشیف یې په لاس باندې ورشي شاید د ډیرو کسانو درست پاکټان وجب ته دغسې ځینې ترخه حقیقتونه دي سړی سترګې نیسي زه اوس څنګه ووایم چې په اداري پلاوي کې پیسې تا وبلا نه کېدلې خو سبا یې دا پیلمبرداري راوځي او خو دا د یو پر بل باندې ټوله شاهدۍ سره وایي چې په دغه ځای کې کېدلې نو ما مخکې یو عرض وکړئ چې ځینې ترخه حقیقتونه دي چې سړی سترګې نیسي پر پټه متاسفانه او بدبختانه ځینې ستونزې په ولسمه دوره کې وې او په لوړه پیمانه وې حتی به مشکلات اخلاقی په ډیر بخښنې سره دا مې نه لیدلې یو خو د خلکو اداوي دي چې یو پر بل باندې سره کوي هغه بېله خبره ده ولې ما خپله شخصا نه دي لیدلې درست او په سطح اداري چې و هغه خو داسې دغه و چې په وارو وارو باندې رسنیو بحث پر دې باندې کړی و او ډېر اسناد ورسره دي د رسنیو پر دې باندې سړی سترګې نسي پټولی درست پشت رفقایتان در پارلمان دخ شدین و بهترین دوستان شما در پارلمان کیها بوده؟ الحمدلله ما در طول سر دیرش دغه درلوده، روابط درلوده که اغا زوان و که اغا سپینجری و که اغا نر و که شزوان در طول سر می الحمدلله شر روابط درلوده یو من پی انسان نومه دست نومه چی دغه کن زموږ هلته که مخالفت هم زموږ سره و د یو چا سره به مخالفت و یا به د خبرو په غبرګون باندې جواب ورکوي هغه به صرف د ملي منافعو په حساب باندې و چې او یا به هم د بېوزلو د حقوقو څخه دفاع باندې وه چې یو چا به مظاهره کړې وه د هغو څه چې مظاهرهچیان و چې مظاهره بهیې کوله بیا به که یو یا دوه نفره نور ایحت ورته ټاکل کېدله یو به زما نوم یادېدی چې ته ورسه هغه مظاهره سوې د تی په کار یې نو په هغه پارلمان کې هم داسې ذهنیت و چې دا بېوزلي و دغه متضرر کسان ټوله په سیدامت سیلاب پورې اړه لري ما د ټولو سره ښه روابط درلودله په ډیرو پسې دیغ یمه طبعا درې نیم کاله مو تېره کړله درې نیم کاله مو سره تېر کړله او هره ورځ مو د دردونو سره هلته درلوده درد و رنځ و مشکلات مو ټوله سره شریک وه د زړه دردونو مو سره شریک کوله د زړه خواله مو سره کوله نو په ټولو پسې دیغې مسله د چا نوم واخلي که د یو نوم واخلي بل خفه کېږي بیا وکیل صاحب از اختلاسا در پارلمان بوګین
بسیار پروژه ها بود که تا بالا میشد، بسیار مبالغ هنگفت که بودجه های بود و زیادتر بین وکلا مشکلات پیدا میشد از این راه. چی بود جریان جناب وکیل صاحب؟ یک چیز بسیار جالب بود، بسیار دردآور و رنجآور و تاجباور بود برای خود من. بحث بالا میشد که یک کسی ادعا میکرد که پیش ما اسناد است که در می پارلمان بعضی وکیلا میلیون ها دلار اختلاس کرده، ولی ما که سرصدا را می انداختیم که تو باید نامش بگیری و با یک سیلی روی چند نفر اوگارم صد نفر اوگار میشه، شما باید نامش بگیرین، هیچ کس نامش باز نمی گیریم. دیگر روز بازی گپ سبچین، باز دو سه روز خوب گرم بود، جنجال اونجا می شد که شما چرا نامش نمی گیرین و قراردادای تیل است و قراردادای موتر است، قراردادای مواد ساختمانی است، قراردادای زیربنا است. این چیزها ادعا می شد که اینجا که بعضی وکیلا در بعضی پسات آغشته است، ادعا از طرف وکیلا می شد. باز دیگه یک جمع وکیلا یا گروپ می خواست که نامش افشا کنه. من هم یک از جمله وکیلای بودم که هر وقتی بحث چیز می شد بالا می شد، باز من پیشاریم دایی بود که باید امی که ادعا می شه که اسناد مستند پیش ما هستن، این باید افشا شوه، این باید با باجگیری نباشه که یک روز اینجا سر صدا بالا کنه، باز دیگر روز گم شوه موضوع و پشت پرده جرامد چیز کنه. بلکن از روزی که من پارلمان رفتم تا با که از پارلمان چیز مونیم، یک روزم این موضوع چیز نشد، یک روزم این موضوع افشا نشد که اسامی پلانه، پرزند پلانه، وکیل منتخب ولایت پلانه ولایت دامین موضوع پساد کرده و این اسناد مستندش است و ایحت اداریم یک جوانمردی کرده یک غیرت کرده باشه او را به چیز عدلی و قضایی، ارگان عدلی و قضایی طبق قانون معرفی کرده باشه. این برای اکثر وکیلا همین تو گنگ ماندی موضوع گنگ ماند و یک ماما است، سر صدا بالا میشد، حتی جنجال میشد، حتی دستاندازی میشد، حتی چیز لفظی میشد، ولی تا باخرم همین چیز افشا نشد. همین متاسفانه پای فشار می ولد افغانستان چیز بود که متاسفانه بدبختانه در روز یک موضوع نو بسیار در داور انجار پیش می شد که بازم دیگه از پیش مردم فراموش می شد، یا وقتش نبود که مو موضوع را پس بالا مون. متاسفانه و بدبختانه این موضوعات یک بار نه چند بار چی شده و در شیپ شما هم هست، پلم ثبتش در شیپ شما هم هست از این موضوعات. جناب وکیل صاحب، پارلمان جایی بود که ناظر به اعمال تمام حکومت بود و شما فکر میکنین که وکیلای ما تمثیل کننده اراده مردم بودن؟ دقیقاً بودن. خب من خب پیش عرض کردم اگر وکیل صاحب وظیفه خود طبق قانون، طبق عرف، طبق اسلام و طبق مسئولیت و مکلفیت افغانی پیش می برد، امروز از بسیار مشکلات جلوگیری می شد. دقیقا ما نتانستیم امو رقم که شایسته مردم و کشور ما باشه امو رقم بدرخشیم. بلکل شما بانک یک تاجر هستید و همچنان یک فرد سیاسی هم هستید، این دو که بسیار متفاوت است با هم، درست است؟ بر شما کدام مشکل ایجاد نکرده؟ خب در بین تاجرها خو نیستم، فکر میکنم سوی تفاهم شده، ولی که تاجرها ولی امرای تاجرها خیست و پاش سم زیاد است. من اکت بعضی وقت اکت تاجر را میکنم، مردم ای تو فکر میکنه که من تاجر است ولی اکت شیا دارم، اکت تاجر فقط اکت میکنه، یک اکت شیا دارم. یک چیز است، بعضی وقت خودت یک چیزی را دوست نداری در زندگی که بسیار سخت بعد می آمد و سیاست، چون سیاست افغانستان اکثر وقت مثبت نی بلکه منفی بود. بجای ازی که یک کسی در جامعه، یک سیاست مدار در جامعه موثر تمام می شود، هر سیاست مدار کوشش کرده در وقت که مهم تمام شود، هیچ کس کوشش نکرده که موثر تمام شود، در حالی که امی مهم بودن جزی موثر بودن است. اگر خودت به جامعه موثر شوی خودت مهم میشه و سر زبانای مهم مردم نان خود می خورد دوار برای خودت میکنن. به این خاطر امی از امی سیاست بسیار سخت بدیم می آمد، ولی بعضی وقت تو یک چیز رو نمیخوای، در تقدیرت نوشته است. همین چیز بیاید دروازه تا تک تک میکنه، میگم همین رقم من یک چیز تصادف بود و سیاست آمد دروازه ما رو تک تک زد.
ولی که اونجا وقتی اگر شورای ولایتی بودم، اگر مشاور سنا بودم و اگر در پارلمان بودم و اگر پیش از پیش در دیگه جای بودم، کوشش کردیم که در سیاست خود زیاد دخیل نکنم، چون مردم ما از سیاست خوب خاطره نداشت و من نمیخواستم وقت خود ضایع کنم. به این خاطر از سیاست کم ذره دور بودم، کوشش میکردم اما وقتی که در سیاست چیز میکنم، مصرف میکنم، امور پاغب کوشش وکم چې د خدای پاک یو بنده ته سبب د خیر او مستر د خدمت واسیر. دقیقه جناب وکیل صاحب، یک زمانی آقای اشرف غنی وقتی می آمدن به پارلمان خانه ملت و اونجا فکر کنین تمام محوطه را با محافظین قطعه‌ای که بودن در اون زمان، مخصوصا قطعه پی پی اس بود در اون زمان، محاصره میکردن و داخل تالار هم با امو سلاح دست داشته میامدن و این هم در صورتی بود که رفتن به پارلمان تا جایی که خانه ملت گفته میشود، رفتن به امو تالارش قسمی بوده که از هفت کمان رستم باید تیر شوی. ای چی پیامی داشت؟ اینا اعتماد سرکی نداشتن؟ پرداغه بانی دیر وکیلان و جنجال وکی وقتی چې څوک د ولس په کور باندې تیپکې حکم اصول وظایف داخلي، هلته نه یوازې وکیل بلکې هیڅ قدرت د سلا د راوړلو اجازه نه درلودل. دا هلته د اصول داخلي وظایف داخلي د حکم پر اساس باندې چا سلا هلته باید نه وای داخل کړي، هغه که رئیس د پارلمان وای، هغه که معاون د پارلمان وای، هغه که د منشي پارلمان وای، هغه اداري وای، او که د ولس دغه وای استازی وای، او که چا سلا داخل سوی او توسه و اختار و او دغه څخه وروسته هم د یو څه مودې دپاره د ترک تالار و چې په جلسې کې څو جلسو کې اشتراک نسوای دغه کولی نسوای کولی، دا چې د ده سره به پی پی اس راتلله، دا په وار وار باندې د ډېرو وکیلانو د ناراضۍ سبب ګرځېدله. ولی وخت دغه رقم و چې چا به ږغ پورته کوي، بیا به ویل چې شرایط ډېر اساس دي او که اوس یو موضوع پیښه سوله، بیا یې هیڅوک دغه نسو کولی. هر یو د خپل مسؤلیت څخه ځغاستی، هغه کار چې مکېده یې د قانون خلاف کېده. دقیقا. خب تشکر جناب وکیل صاحب. روی کرده حکومت گذشته که شما یک زمان وکالت پارلمان را داشتین، در رابطه با مسائل بنیادین و بنیه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همواره دچار گسست بوده، از همپاشیدگی داشته و شیوه حکومت داریش دچار لغزش و پوسیدگی بوده. دیدگاه شما در اون مورد چی بود؟ تاسو وګوری ولس مو وس د عامه پوهاوي سطح ډیره لوړه سوې ده. ډیر که موږ تاسو پر ځینو حقیقتونو باندې سترګې پټوو، د هغو کلیپونه پراته دي، سترګې نشو پټولی، څو شان ته باید اشاره وسي. نه د افغانستان سیاسیونو په هغه رقم باندې چې د دوی مسؤلیت او مکلفیت و، د وخت لوړ رتبه چارواکو د کښته څخه بیا تر پورته پورې، د پورته څخه بیا تر پښته پورې خپل مسؤلیت او مکلفیت په صحیح توګه باندې ادا کوي، نه امریکا او متحدینو او نړیوالې ټولنې خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کوي. ټولو خپل ورځ تېرول، هر یوه د یخي کندې ایښولې او پولې ځینې جوړوي، هغه چې به ماسې حرارت د ګرمۍ احساس به وسو، هغه به ویلسو، هغه پول به د منځه څخه، ارتباط پول به د منځه څخه ولاړ. دلته د اوله سره څخه اساس او بنیاد صحیح کښېنښول سو، یو محکم اساس او بنیاد صحیح کښېنښول سو. دغه علت و چې شل کاله یا څه د پاسه شل کاله، څه کم یوویشت کاله، نړیوالې ټولنې هم خپل وخت ضایع کوي، هم یې د ولس وخت ضایع کوي، هم سیاسیونو خپل وخت ضایع کوي، هم په میلیاردونو ډالر مصرف وسو، هم اکثره ذخایر چور سوله، اما که زه درته وایم فکر کوم چې اشتباه به نه وي، پلکاو شهیدانو، زخمیانو، معلولو مایی به مو ورکړله، اما په میلیونونو ډالره د افغانستان څخه د سایمایی فرار وکړي، دا ټوله نتیجه وه. تر ټولو اصلا بده خبره دا وه چې د اوله سره څخه یې اساس او بنیاد د حکومت صحیح کښېنښول سو، او ټوله د انتقام جویي په لټه کې وه. دغه طالبان وه، خو زموږ د کلي و، د کور و، د محل خلک وه، ټوله راغلله پر خپلو کورو باندې کښېنستله، هیچا مسله دغه نه درلودی، تحریک نه درلودی.
د کچکبر په نامه باندې، د القاعده په نامه باندې، د تروریست په نامه باندې، د مختلفو نمو باندې د خلک بدنام سوله، د خلک یا شیدان سوله، زخمیان سوله، او یا د وطن پرارت مجبور سوله، کورونه وسوځول سوله، دارایی چور سوله، و دغه ته مجبور سوله چې بالاخره یو قوت په مقابل کې جوړ سو، د یو قوت څخه اساس او بنیاد د حکومت سینو، د بلې قوت څخه ورځ په ورځ باندې هغه قوت ډیرې دی، او دوی هغه قوت پر هیڅ حسابي بالاخره داسې یو حالت جوړ سو چې مساوي سو د افغانستان د حکومت او د نظام پر سکوت باندې. دقیقا در زمان سقوط کابل به دست امارات اسلامی، اگر شما به جای رئیس جمهور محمد اشرف غنی می بودید، آیا مثل آقای غنی فرار می کردید، مذاکره می کردید، مبارزه می کردید، چی می شد با شما؟ تاسو گوری اول دکتر صاحب اشرف غنی در افغانستان رئیس جمهور او سرالله کماندان بلکن طول وقت در سر او، وقتی چې خبره د ارګ تر دروازو پورې ورسیږي بیا نو مذاکرې ته ځای نه پیدا کیږي. زما اول سوال دا دی چې دا موضوع ولې تر ارګه ورسېدله؟ زما سره دا سوال دی، د ارګ تر دروازو پورې دا موضوع ولې ورسېدله؟ تاسې یې پلای حساب ورسره وکړئ، دلته 15 لکه پوج و، دلته نورې ایجنسۍ وې، دلته د مختلفو هیوادونو استخباراتو دلته کار کوي، دلته خارجي قوت پروت و، هغه خو پرېږده چې بیا مذاکرات خو نو بیا په ارګ په دروازه کې نه کېږي، ټول افغانستان د طالب سره وي، او بیا دې دلته دوی وړاندیز و مذاکرات وکړي، دلته خو بیا د مذاکراتو ځای نه پیدا کېږي. زه وایم چې دا موضوع ولې تر ارګ تر دیوالو پورې ورسېدله، چې دوی وایي چې د ارګ تر دروازې پورې طالب رارسېدلې، ولې ورسېدله؟ دا علت او عوامل یې دوی وکړي. ته وګوره، دا مظلوم ولس اه لري، دا عذاب لري، دغه تاسو به ورته وګورئ چې د دغه مظلوم ولس عذار به په ډیرو خلکو باندې پسې وي. تاسو وګورئ چې دا هره ورځ په هر هفته کې یو دوه لوړ رتبه چارواکي یو پر بل باندې شاهدۍ سره وایي. یو څه تحمل ته ضرورت شته، یو څه حوصلهمندۍ ته ضرورت شته چې نور هم په دې باندې وپوهېږو چې د دوی په مابین کې نور څه ترخه حقیقتونه وو چې ولس نه په پوهېدی، او ولس په خبر نه و، د ولس استازي نه و په خبر. ښه دی چې دغه په حالت کې نه یم، او د ارګ په دروازو کې مذاکره نه کېږي. خوب است. و پارلمان های صلاحیت ازی را داشت که اگر متوجه می شد که گپ به جای دیگه روان است، در مقابل آقای غنی کدام تصمیم می گرفت؟ متاسفانه و بدبختانه پارلمان خپل ایسیت دومره کښته کوي، دومره د خپل منځي اختلافات بیخي څو میاشتې موږ یوازې د رئیس پر چوکۍ باندې سره تېرې کړلې. د رئیس د چوکۍ پر اختلافاتو بیا نو اول نایب و دوم نایب و منشي پر چوکۍ باندې ده، بیا د کمیسونو پر کمیسونو باندې دغه، او په کمیسونو کې بیا هغه کیسې وي چې بیخي د ویلو نه دي. متاسفانه او بدبختانه په هغه اول سر کې پارلمان خپل حیثیت او هغه خپل وقار د لاس څخه ورکړي. د هغه څخه وروسته نو بیا نه په ټولنه کې ښه نوم درلودلی، او نه هم دغه سره د حکومت سره داسې حیثیت درلودی چې هغه دې د حکومت دې د پارلمان و پریکړو ته احترام وکړي. اکثره پریکړې به پارلمان کولې او حکومت به نه عملي کولې، او اکثره وخت به د پارلمان وکیلان په عمدي توګه بیا د پارلمان وکیلان راګرځولي و، تلاشي بیې کولې، او نیم ساعت شل کې دوغنې بیې درول یو خالي سلا کول بیا دغه دا د یو خطي پر اساس باندې چې دوی د پارلمان ته ډیر ارزښت نه ورکوي، او د پاغه رقم باندې چې دوی حق و هغه حق نه ورته دغه کوي. درست. شما چطور بین این همه فرارهایی که بود ماندین به کابل؟ څو علته وه چې زه ولانه لالم خارج. اول زه داسې یو څوک نه وم چې د تجار زوی یم، یا مې خپله ډېرې پیسې درلودلې چې د هغه پیسو په واسطه باندې دي راغلی یم، د هغه پیسو د مصرف په دغه باندې راغلی یم، یا یو څوک وسیله سوی چې زه راغلی یم. د خدای پاک مهرباني و، د دغه غویر ولس دعا او عمایاتو چې زه دغه مقدسې چوکۍ ته د یو څو ورځې د خدمتګزارۍ سبب سومه، ورته دغه سولم، ورته راغللم. نو دا خو زما په خپل شخصي، البته زه د خپل د ځان په مورد کې وایم، د نورو سیاسيونو وکیلان په مورد کې نه وایم،
د ځان سره مې فکر وکړ چې دا خو نامردي ده چې په هغه وخت کې چې پاسپورت یې درلود او حقوقي امتیازات یې درلود او د وکیل نوم در باندې یاد و ته په د ولس د ادرس څخه دې استفاده کول چې زه د کندهار ویر ولس استازی یم په ولسي جرګه کې او نن چې هغه حقوقي امتیازات نشته بیا د ولس څخه د خپل ځان د سکون او د ژوند د خوشحالۍ په خاطر باندې او یا د پامیل د خوشحالی او سکون په خاطر باندې افغانستان پرېږدي دا مې د خپل ولس په حق کې جفا ګڼله او د خپل کورنۍ تاریخ په حق کې جفا ګڼله او دا حق مې ځان ته نور کوي چې زما راتلونکي نسل په تاریخ کې دا نیوشته سي چې یو وخت چې دغسې واقع راغله له دیم د نورو په رقم باندې افغانستان پرې البته هر څوک به ځان ته مجبوریتونه لري دغه مجبوریتو پر اساس باندې دغه کړ ولې ما داسې دلیل ځان ته نه درلودلی چې هغه دې ماته قناعت راکړي او زه د افغانستان پرېږدم دوهمه خبره دا ده چې د هیڅ افغان وینه زما تر وینې قیمت بها نه و د هیڅ افغان وینه مې زما د اولاد تر وینې قیمت د هیڅ افغان د هیڅ خور مور وینه مې زما د مور د خور د میرمنې تر وینې اصله او قیمتي نه ګڼله زه تر هیڅ افغان اصل نه یمه زما ورور اولاد و میرمن و مور خور د هیڅ افغان قیمتي او اصل نه دي چې هغه په دې هیواد کې ژوند کوي او زه په دې هیواد کې ژوندونه کوم دریم خبره دا و چې دلته په افغانستان کې هیڅوک دا جرات نسی کولی چې ماته ماجر ووایي په نوره نړۍ کې چې هر څومره زه پرمختګ وکړم بالاخره چې زما سوانی راخیستل کېږي چې په پلاني کال باندې دی په پلاني کال باندې دی ودې هیواد ته ماجر راغلی و د ماجر د نامه څخه مې کرکر کېږي خدای پاک دې توبه د غټې خبرې څخه استغفر الله خدای پاک دې مې په داسې یو امکان کې نه چې زه د افغانستان و پرېښول ته هر واوسېږم خوند نه راکوي چې یو څوک راته ووایي چې ماجر دلته هیڅوک جرات نسي کولی چې ماته ووایي چې وای ماجر دا مې خاوره ده د خاوره مې مور ده په دې کې پیدا سوی یم او انشاءالله که خدای پاک ته منظور و خدای هم په تقدیر کې نیوشه کړې د دغه مقدس مور و غیږې ته به بېرته ورځم بله خبره دا ده چې دلته مو الحمدلله و ډېرو کسانو ته سبب د خیر یم په خارج کې زما و مرستې و لاسنیوي ته هیڅوک ضرورت نه لري اخري خبره دا ده چې دلته د ولس مینه مې یو رقم معتادیت دی داسې معتادیت لکه مواد مخدر داسې یو معتادیت دی دلته بیخي یو لیونۍ مینه زما سره دا ولس لري زه د ولس د مینې څخه شرمېږم د ولس د دعاو څخه شرمېږم د ولس د لطف مرحمت او شفقت د تشویق څخه شرمېږم د دوی د حمایت څخه چې دوی دومره مینه راسره کوي تر خپل اولاد یعنی یو سپینجری پلار تر خپل اولاد ډېر یعنی یو سپینجری پلار ماته وایي چې څلور اولاد لرم کاشکې مې د څلور اولادو پر ځای باندې یو ستا په رقم اولاد درلودی او یو خور راځي ماته وایي کاشکې ته زما سکه ورور وای او یو مور راځي وایي کاشکې ته زما زوی وای او خلک ډوډۍ خپل خوري دوای ماته کوي او په هڅه دومره نامردي وکړم چې دا ټول محبت ته شا ور وګرځوم او بیا ولاړ سم نو دا خو نه بخښم کې خدای هم شما را بشته تقریبا ډیر داسې دلایل و چې هغه ماته روحي او ذهني شکنجه را کوله که زه ولاړ سم د دې ځای څخه او که زه تللی وای عذاب وجدان به زه په خارج کې وژلی وای درست خدای شما را بیشتر عزت بده سلامت سی عزت و آقای سلاب چی شد که نهاد خیریه ساختید ای پیش از پارلمان بود یا بعد از پارلمان نه پیش از پارلمان بود خب. ما همی زکات های پامیل خود زکات دوستای نزدیک خوده ما ای تو شد که یک وقت به می چیز به مردم مستحق خود ما چیز میکردیم توزیع میکردیم به بیوها و یتیمای بی سرپرستی را توزیع میکردیم در خانه هایش می بردیم اوالش می گرفتیم و از راست و دروغش پرسان میکردم که این واقعا مستحق است یا نیست مستحق امونجا از نزدیک میدیده میشه بعضی ویدوها در صفحات اجتماعی چی شد باز که مردم دید که ما بسیار به احتیاط و بسیار مخلصانه و صادقانه و بسیار به احتیاط همی کمکار به مستحق ترین کشور جامعه دقیق توضیح میکنیم باز اون هم تقاضایش همی شد که ما باید چیز کنیم کمک های اونا رو باید توضیح کنیم باز یک وقت رسید که این کمک ها تقاضای مردم زیاد شد باز ما یک دیتابیس برش جور کردیم که همی چیز باز از او به بعد که کم ذره تقاضا دیگه هم زیاد شد از دیگه ولایت ها تقاضا زیاد شد که همی کمک های ما رو توضیح کن باز ما مجبور شدیم که جواز بگیریم باز هم بنیاد خیره به نام بنیاد خیره سیراب خیره بنصر
جور کردیم. باز در مختلف برنامه ها چیز کردیم، در ترمیم رنگ آموزی، چیز رنگمالی مکاتب بود، مساجد بود، پرش شدن مساجد بود، چاهای عمیق برای مکتب و مدرسه و برای مکتب و مدرسه و مسجد بود، کمک‌ها به کالا برای یتیم و بیوه بود، بکسا بود، کارتاسیا بود برای اطفال بی‌بزاحت، کورس‌های سواد‌آموزی بود. تقریبا زیاد برنامه بگر می‌کنیم بیشتر 20 تا یا 21 برنامه است که امیر دقیقاً کارهای خیریه بسیار زیاد انجام دادین آقای وکیل، و آنچه که شما را بیشتر از هر کس برجسته ساخته دستگیری فقرا و مخصوصاً عروسی دستجمعی است. چه زمانی به این فکر رسیدین و چرا به این فکر رسیدین که عروسی های دستجمعی انجام بتین و چرا این مصارف انگفت را بر خود گرفتین، به دوش خود گرفتین؟ بسیار یک سوال جالب از پیش ما پرسان کردین و مردم حق داره که را بفهمه که اساس بنیادی عروسی های دستجمعی از کجا شد. دقیق. سالها پیش در ولایت کندهار در محبس مرکزی کندهار طالبا چیزی خود دخته بود، لبای خود دخته بود بسیم. درست. باز اونا دمی خواستای خود گفته بود که سید احمد سیلاب هم در ایحت باید باشه. باز ما که در اونجا در ایحت رفتیم، باز طالبا یک شرط شمی بود که سید احمد سیلاب باید بیایه داخل چیز، داخل بلاک. درست. باز کماندان وقت مرا اجازه نداد که گفت تو را گروگان میکنم اونجا. تو نرو. باز من مسئولیت به دوش خود گرفتم، رفتم در بین اونا. اونا بسیار محبت و ولی خواستای او بسیار جالب بود. کلگش قانونی، کلگش اصولی، کلگش شرعی. که آمدی ما گفتم یه کلگی راست میگه. اونا میگه که در بازار یک پوری هیروین به 1.5% زندان کندار به 100 افغانی پروخته میشه. یک روز با 5000 8000 افغانی سر ما موبایل میپروشه و دیگر روز به نام چاپه میآید تلاشی میشه، پس از پیش ما میگه یک هفته بعد باز سر ما پروخته میشه. این تو یک خواستای بسیار قانونی اینا و فرمان برای ما رسیده نمیشه و فرمانم با پول رسیده میشه. اینو چیز کردیم. باز خوب در بین ما کم ذره صحبت ها چه شد، بالاخره با یک تفاهم هم ایحت رسید، اما زندان ها رو کلگه چیز کردیم کشیدیم و از ما خود به دست خودم هم سیما را از چیزش وسو کردیم. ما که وقتی بیرون می شدیم از بلاک جنایی باشی بلاک جنایی اومد. درست. گفت وکیل صاحب ای امیس دو ما بود سیما اول چیز بود امی وکالت بود. وکالت. وکالت. پیش از این ما کمک ها را می کردیم ولی به او اندازه نبود که علنی کنیم. باز گفت که امی بلاک جنایی جوان ها می خواهد که همراه تن یک دفعه بیمه. اونجا که ما رفتم یک جوان بود بسیار یک خوب قد اندام داشت و بسیار مقبول، بسیار با استعداد و بسیار یک جمله بندی مقبول می کرد. باز که شعر خود خلاص کردم و شعر گفت، شعر که خلاص که بسیار با یک آواز مقبول، باز گفت باز خواستا دارم. ما گفتم امر کنیم. گفت اوه حضور نداریم. ما گفتم امی چای امیک از طرف بنیاد خیری خود براتان تنظیم میکنیم. گفت یک رقم پشه است در اتاقای ما. ما گفتم دوا پاشه میکنم براتان. گفت بعضی چیز ما بندی های ما مسافر است، اندیوالای ما کالا ندارم. ما گفتم از بنیاد خیری خود براتان چیز میکنیم. گفت کارتاسه را کار دارم. ما گفتم اورم براتان روانم. گفت بعضی کتاب هست. ما گفتم لیست شبید. بینم اما این خواستا که بود چرا نخواستن که ما میخواییم آزاد شد؟ نه هیچ کس نگفت. جوانی که شعر گفت بسیار با استعداد بود و بسیار یک جملات مأدبانه را استفاده میکرد، ذهن مرا مصروف ساخت. درست. من گفتم که باز خانه میری و باز یا دیگر روز میایی یا باز به کماندان ما بس زنگ میزنی که به خاطر چی؟ خب بیا از همین جوان پرسان کن. این را بردم در یک کنج چیز، در کنج زندان بردم. امو خوش اندامه. امی جوانی با استعداد و خوش اندام. اونجا بردم برش گفتم که قضیه چیست، میتونم کتیت کمک بکنم؟
گفت نه، سه فیصله ما شده، فیصله نهایی شده و نمیتانی. چون او بچم از حقوق قضا و سرانوالی فارغ بود، میفهمید که سه فیصله شده باز کمک کسی برش نمیرسه بدون رئیس جمهور، فرمان رئیس جمهور. ما گفتم میتونم پرسان کنیم قضیه چیست؟ گفت دوزی کردیم. ما خنده کنم، ما گفتم ما مزاک نکردم. گفت با خدا ما مزاک نمیکنم. گفت دوزی کردم. ما گفتم از شریعت خود دوز معلوم نمیشه. گفت نه دوزی کردیم. ما گفتم اتهام است یا بالفعل؟ گفت نه بالفعل است. گفت چطور امکان داره؟ استعداد و یک سرانوال بوده. یک سرانوال و یکی با استعداد دقیق و او دو یک دوز باشه. گفت این چیز از قضیه است که من خبرم هستم برای شما کسیش میکنم نامزادم خبر است. گفت چند روز با اید مانده بود، گفت نامزادم برام زنگ زد که چند روز بعد اید است و کتی دختر خاله خود من هم چشمی دارم. اگر برای من امی چیزایی که برای دختر خاله میاره اگر او را کلگی مکمل برای من ناوردی دیگه به غیرت برای ما طلاق بیتی. چون ما امرای او هم چشمی داریم. خب گفت ما همین کسی که را میشناختم برای او کل گرفتن هیچ کس به کرس پیسا نداد. گفت بالاخره مجبور شدم موتسیکل ام سی پی خود دوزی کردم. در وقت دوزی گیر نشدم، در وقت پروشش گیر شدم. درست. ما که آمدم یک قدر داد یک قدر دادم تمام شو خواب نبودم، قدم زدم در چیز، باز می آمدم، باز یک پیاله چای می خوردم، باز قدم می بیادم، صبح شد نماز خواندم چیزون. باز امون روزم قد هیچ کس ملاقات نکردم، مجلس نکردم. و ما پیزین خودم گفتم هر کس که می آید برش بگو که من نیستم. کی خوب چیز است. باز پس رفتم دما بس. باز همین جوان چیز کردم، ما گفتم، بریم گفتم یه تانی که چند پیصد مشکلی خودت تا در زندان جن. گفت در هر 100 نفر بیشتر از 60 نفرش اگه دوزی کرده باشه، اگه قتل کرده باشه، اگه کدام دیگه پیل کرده باشه یا خلاف قانون عمل کرده باشه، اساس بنیادش از همون چیز است، از تویانه است و از فرمایشات خسور خشوست، از رواجای کمرشکن است همیستن. بلکن بعد از او دیگه ما دیگه علنی در میدان آمدیم. دفعه اول که امیاروسای دستجمی را گرفتیم امپیرادی بود، یک پست کردم که او را پس از نیم ساعت پس دیلیت کردم که بسیار مردم برم دو زد، یک توهین و تحقیر کرد که فکر میکن. باز پس دیگه در پک علنی کردم، از او کدام زیاد توهین شد، ولی یک 20% بسیار چیز کرده بود، بسیار تعریف کرده بود که یک جوان به آرمان خود رساندی، خانه یک چت یک خانه را ساختی، از جرمای جنایی در چیز جلوگیری، بسیار توصیف نوشته کرد. باز من گفتم که برو هم 20 نفر خوب است، مثبت ذهن پیدا شد. باز در پی دومی و سیمی که چیز کردم آروسیای دستجمی رو کنم 180 درجه تغییر کرد. درست. وضعیت تغییر کرد. باز ادامه دادیم دیگه، الحمدلله اون حال خوب دیگه بازارها نفر رسید. نام خدا، نام خدا. و به چی پیام دارین به او خانواده هایی که بسیار مسائل فنگفت را میگذارن روی شانه های دامادان؟ چون که رسم است در افغانستان داماد باید مصرف بکنه و کمرشکن میباشه و توقعاتشان بسیار زیاد است و اونا نمیتونن، و بالاخره شما شاهدش بودین و خداوند شما را اونجا رساند که از حالت اونا ببینین و برسین به دادشان. پیامتون به این خانواده ها چی است؟ زه فکر کوم چې په جیب کې براسره یغه ورکه په جیب کې راسره د راسرسته. درست. څو ورځې مخکې موږ د کابل کې اوس د امو شمول خبره عامه شوې ده. خب امو شمول یم ملي ډله ایز واده چې ټول قومونه پکې دي، تاجک دي، ازبک دي، هزاره دي، سید دی، ټول قومونه چې دی هغه د ټول قومو ته مسامیه ورکړي، د ټول قومونه پکښې دي. او دا به ان شاء الله که خدای پاک ته منظور او دا به یو تاریخي وعده کوشش کوو چې شی دا وکړو ول منظور. درست. 15 کال مخکې یو ځوان کوزده کړی دغه څخه وروسته لږ وخت وروسته ورته ویلی دی خپل خسر ته چې هغه ولوارې ورته ورکړی دی، ورته ویلی دی چې زه واده کوم. خسر یې دغه ورته کړی دی، لیست ورکړی دی، 15 کاله مخکې لیست خسر ورته ورکړی دی.
مشترک لاله چې موږ زموږ اصول دا دی چې څوک چې په ډلیز واده کې نوملیکنه کوي زوم دی مور ده پلار دی خواشه د خسر دی دا 15 نفر برازي الله درست دوی خپل په مابین کې سره کښینی د دوی ټولې خبري اورو چې دوی ټوله خبري سره خلاص کړي دي دا هغه څه ورسته بیا موږ نوملیکنه کوو او پرما ورکو کارت ورکو او دا هغه څه ورسته بیا هغه شان چې موږ کومک ورته ورته وای چې دغه شان باندې پیسې مې مصرفوي دغه شان په ډلیز واده کې موږ تاسو ته دغه کو درته درکو خدا ځوان راغی چې موږ خسر خبره سره خلاصه کړې ده 15 کال کې زما د کوزدی او ټول خبره خلاصه مې ورته ویل چې دا زموږ اصول دي خو ډیر زارې وکړلې مې ورته ویل چې دا زموږ اصول خسر راغی خسر چې راغی خبره مو سره دغه کړله هغه لیست دې برا وکړي وای کوچنی لیست یا کداغه لیست راته دغه کې وس دا لیست نیمې ما اخیستې دي نیمې ما اخیستې دي نیمې م نسته را سره چې اصاب مې د کار پرېښو نور مې ورته دغه نکړل یو دانه د سرو زورو غټه غاړګي او شپږ دانه د سرو زورو بنګړي 15 جوړې نوې ډیزاین پنجابي کالي 22 جوړې مردانه کالي 15 دانې غټ پسونه اول یو نیم سل کیلو د غوی کوفتي غوښه بیا سل کیلو د کوفتي دغه کړل غوښه دغه کړل لاس بوجي وریجه لاس دبی دغه غوړي دوه خوروار بوټي می خوسته کول افغانستان دوه خوروار بوټي یو دانه سلطنتي چپرکاټ یو دانه سلطنتي الماری یو سیټ سلطنتي کاوچ تباور وکړ دروسه پر دمانه دلیدلې اوس می یو رقم د صبر ما سو پکړې دي چې زه پلا دا وګورم چې د سلطنتي چپرکټ او د سلطنتي الماری سره کم ده چې زب نه پوهېږم چې دا سره کم ده چې اوس د جنو غوښته ده تخت سلیمان مونده و لاس کیلو چای 15 منه شیرینی شل کیلو کاکاوي چاکليټ شپږ منځله د عین مصاب کې سپین یو جوړه سپین ماکسی د واده د ورځې د پاره او زرغون ماکسی د واده د شپې د پاره د ناوی او زوم دغه د نکروز د شپې د پاره زرغون کمیس د ناوی او زوم د آرایش سامان د آرایش سامان او شل شزی په دغه کې یو آرایشی گاو یاد کړل په شارینو کې چې په هغه آرایشګاه کې به شل دانې شزی دغه کې آرایشی او هغه چې ما پوښتنه وکړله یوه ښځه په 10 روانۍ باندې آرایش او ناوی په 10 روانۍ باندې دغه کې آرایش کې دا نو انور شان پیاز او رومیان او هغه بود خو نیاز اولیه است او د دېګ داروګان او مالګه او اوبو او جوس او دغه او درې رقم تازه میوه ای از لحاظ روحی و روحانی خوب بوده جناب وکیل موږ دغه خسرت ډیر زاری وکړلې خسرت مو دومره زاری وکړلې چې د اندازې سم زیات زاری وکړلې دغه زوم ورته وجړل په پښو کې ورته کې ما لاسونه ور مشکړه مخ مې ورجر مې ور مشکړل چې مکو پر د خپل زوی او لور باندې ظلم مکو دغه درس کروزینه دی خدای پاک به د خپل غیب او خزانو څخه در کې مکو درس د ظلم مکو زومی په دجړه کې ورته ویل د ګیریا برش گفت گفت 15 سال پیش هم امی لسته برای ما داده بودی و 15 سال بعد هم امی لسته برای ما داده این حالی خوب دیگه 37 38 ساله شدم من یک وقت میومد که سوتشو بش دادست چس آسایش دادست چس راه رفته نمیتونه و منو زمو لسته خدا گرفته که من لسته داری بود که دامادش گیریا کرد گفت یک چیز از پیشت پرسان میکنم بابا پدر جان امی ما و دخترت مرتکب کدام اشتباه شدیم که 15 سال برای ما جزا داده و چی کنیم که از این جزا خلاص میشه ای خود دوستی نیست که کتی ما میکنی واقعا. و ای برش گفت که گپ ما یک گپ است که امی 100 سالم زنده ششته باشه دخترم که امی لیست پرا نکنی بر چیز نمیتم دلیل چی بود خواهی وکیل و چرا این فرهنگ بد مانده اینجا ای تو یک فرهنگ بد در کابل مانده شده ما د کندار اعلان میکنیم که به همین شرایط چیز میخوایم پامیلا رو میخوایم صبح ثبت نام شروع میکنیم اگر همین روز تا دیگر پره نشوه اما روز دومی کل گلیس پره میشه همین روز دومی کل گلیس پره میشه د ایلمند اعلان کردیم د ظرف 30 روز ثبت نام کردیم اینجا در روز میشه که ثبت نام ما میکنیم ما نمیتونیم که به تفاهم یعنی 15-20 پامیل مراجعه میکنه و د بین 15 یا 18 یا 20 فامیل 3 یا 4 به موافقه میرسه دیگه شمی تو به گیریه و چیز میرسه یعنی ای تو اکثر وقت آمده که بسیار قلب خود محکم میگیرم و غیر ارادی از چشمایم اشک میرزه که همین
دامات میبینیم که گریه میکنه و مادر دامات گریه میکنه و یا خوشوی دامات گریه میکنه. بسیار ما خیال میکردم که در ولایت هایی که سطح تحصیلش بسیار پایین است و اونجا مشکلات زیاد است، دملامت اون که ولوار و بیزای رواجون و اسراف و بیزای غشتون و زموش زرحا و یوادوال در ایران در ریگو او در یونان او در ترکیه در دریاب در نهنگان خوراک کرل، در مایان خوراک کرل. نو ما به دې فکر وکړو چې دا مشکلات یوازې په دغه وروسته پاتې ولایتو کې دي، نو په کابل کې چې موږ سر اعلان وکړو مازدیګر ته به ټوله لیست پرایو. موږ هم دلته چې وګورو دلته بیخي غټ غټ سمدم قراردادونه یې سره کړي دي، حتی هوټل یې سره معلوم کړي دي چې دغه ډېره یو ډېر جالب شی درته دغه کوم د ځینو په قراردادو کې هنرمند لا معلوم وي چې پلانوي هنرمند به غزلې وایي. دا ډېره جالبه ده، یعنی اوس خو هغه قراردادونه یې په هغه وخت کې سره امضا کړي دي چې ته به دا شی که دا دونه کالی بوی، دونه غوشه بوی، دا رقم مینو بوی، اوله مینو بوی، پر دې ټولو شان دا ټول شان نیوشته سوی دي، دواړو خواه طرف امضا کړي دي، بالاخره هغه رشګام ورته نیوشته سوی، بالاخره بیا ورته نیوشته کړي دي چې پلانی اونرمن به غزلی وایي، د غزل دپاره به پلانی اونرمن راولي. دې ته دغه بدبختي متاسفانه او بدبختانه ځینې ډېر بد رواجونه لرو چې ځوانان یې هم را سپینږري کړل او خوند یې هم په کورو کې په ځوانۍ کې سپینسری شي. همین زه نمیفهم جناب وکیل صاحب که بگیریم یا بخندم، آفرین شما که در این مدت در این بین از اینا بودین و یک قسم حالت ها را دیدین. تمام خنده و گریه یک بسیار خاطره جالب چیز کردین. یک جوان آمد که دیگه کارهای عروسی خود خلاص کنم، فقط یک کم ذره کمک همراهیم بکنی دیگه کارم خلاص است. من گفتم اگه خواستایت کم بود، پرامیشت کم بود، وعده میکنم دست خالی روانت نمیکنم. درست. خب من خیال کردم که یا میگه که یک چند کیلو گوشت کمک کو، یا روغن کمک کو، یا برنج کمک کو، و یا برنج و روغن کتیمه کمک کو دارسی ما، و یا پیراهنی ماکسی رو نداریم برای خانم خود، امور رو برم بخر، امی تو یک چیز ساده شاید از پیشت بخواهیم. ای گفت که فقط 23 لک افغانی را که تو کمک بکنی. 23 لک افغانی؟ ما گفتم که با چند تویانه گرفتی زنه؟ گفت 25 لک. ما گفتم میتونم که پرسان کنم که چی رقم با 25 لک گرفتی؟ گفت آه، من سر یک دختر عاشق بودم، گفت او را با یک لک 80 کتی ما وعده کرده بود، وقتی که بچی امی خود گفت یا بچی کاکا، بچی امی خود به خیالم گفت یک لگ 80 افغانی. آه گفت او خبر شد که ای با دختر خواستگاری رفته. گفت او یکدم رفت که با ما به 4 لک میگیره میشه. گفت ما که خبر شدم، گفت ما برش گفتم که ما به 6 لک میگیرم. او که خبر شد گفت به 8 لک کرد، ما 10 لک کردم، او 12 لک کرد، امی تو رفتیم او 20 لک کرد. یک دفعه حسابم خراب شد، من 25 لک کردم. قیمت گذاری بود او که من 25 لک کردم، او مثل شغال وارد میدان برای من رها کرد و من پیروز شدم. خب من گفتم که تو چی کار میکنی؟ گفت من در چوک شهیدان روزانه میکنم، یک جای است پلکس مثل همی کتای سنگی واری همی روزانه مزدورکارا میشینم اونجا. باز مردم میای از همینجا روزانه میبره. ما گفتم دفتی چند روز روزانه میری؟ گفت دفتی یک روز، بعضی وقت پیدا میشه که درست. ما گفتم چی پیدا میکنین؟ گفت 200 یا 300 پیدا میکنم. ما گفتم پدرت؟ گفت او پلج هستم. ما گفتم مادرت؟ گفت او در خانه کار میکنه، این چیزی که از خانوالا میمانه امور برش میتا و ماهانه 2000 میم دیگه، کلگی کارا کلاشیش و نان پخته کردن و آشپزی کلگیش مادرم میکنه. و همین تو برش سعی کردم حالی برای چی میگی؟ آخر برش گفتم که قربان رفتم پیشانی شما چی کردم، گفتم قربانشون برای فقط از دو گپ یک برایم بگم، حالی سرامی گپایت ما خنده کنیم یا گریه کنیم. گفتم یکم ما پشتو برش گفتم، من گفتم قربان دیست همه نفسه تا ما تا دقیقا تو وای دا دوات خیلی و خبر را تا که وز ستاپر آل بانی و خندم که و جارم دقیقا ستاپر خبرو بانی و خندم که و جارم همی رکم است. یک دفعه که همو کوتا فکریش هم میبینی، در کم فکری یا کوتا فکری داخل بوده سره بینی، او در دوستی پا وقتی احساساتی بودن چه سره بینی، در خنده و در غوردی وقتی چه دلت دوی درد و مشکلات سره بینی،
بیاده در ترحوم ورده بیاده چه سره باید پر وجاره در دوی پر دقه بانی پر علات بانی وقتاً در ورز در ورزی زده داشته دقه سره مخیرم زه دیر وقت در چو ورزی کیره چه دقه می کرده چه در سبتینامی شروع کرده زده اصاب و گوله خورم در دی پر زده بانی چه خوشحال و سکون ولرمه او دغه مګم داس کورنیم پیدا کیش ای ګپم بسیار کم است که فقط به ټابلیټ شوم ډیر ځلې بلش در کوم داس کورنیم پیدا کیږي چې خسر ولاړی خپل زوم یې تر لاس نیولې دی سپتینام کې راولي داس کاکا خسرم پیدا کیش پرون یو خواشه راغله خواشه راغله خپل زوم یې تر لاس نیولې دی ول لور می په بخښه باندې ور کړی دی هیڅ شرایط هم نه لرو فقط تیما چې د سپتینام ور وک وکیل صاحب پس ما دا ای فکر شدم که امیل از چرا سرتان سفید نشده ریشتان سفید نشده اقرغمی که وجود داره مویتان نریخته یک چیز است که ایچ چیز کریدیت برای خود نمیتم هر مرد هر کس که در جای توصیف مرا میکنه و یا برم دعا میکنه ما کتی خدای خود دراز نیازه که خدای ما خودت خومیه پا میکنه بدون شک بدون شک که من لیاقتی ای که دعا و ای که محبت ندارم ولی به این ایمان دارم که مهربانی پروردگار دانا و توانای ما است و محبت و زور دعای امی مردم ویر ما است و مردم دوست داشتنی ما است مردم به حد زیاد یکیش میگه 100 ساله شد دیگهش میگه 1000 ساله شد دیگه میشه 5000 ساله شد یک دوار میکنه اونم دو هاست که خب پس شما جان جوان میده امو دو هاست که اگر نه یک روز اگر شما کتی ما بمانین امونجا و امی گریه و امو اوزروزاری اینا رو میبینین که امی داماد به خسوری خود میکنه به خوشی خود میکنه پایای شما چکو دستای شما چکو و اوزروزاری میکنه و او باز بلغت او رو میزنه و خدا قسم که قلبی پولاد باشه طاقت کده نمیتونه یعنی که پولاد و زرسی طاقت نسی ورته کوله ولی نپویجم چی پدی که در خدا پاکی و چیش حکمت دی چی یو کورانه راست دوم را درد را که چی پر سر بانی می درد سی لیکن در دیت خور روسته بلا کورانه چی را دی دوم را مینه در خپل پا بایند که در دوستی سر لری چه اگه درد می بیا یه سی بیا دادوی پا مینه باندی سکون و خوشحالی خدای پاک راکی خوب است که پسی موارد است یکی الحمدلله خوب و یکی زشت و جناب وکیل صاحب ما الحمدلله مسلمان هستیم مردم ما مسلمان است چرا به کتاب خدا مراجعه نمی کنند چرا به سنت رسول کریم را تطبیق نمی کنند چرا بلیاز خدا چی مشکلی وجود داره اینا فهمشان کم است چرا امرسانی نشده این مورد؟ در صورتی که حضرت رسول کریم میگن که صلی الله علیه و آله و سلم که بهترین عروسی است که خیلی کم بودجه داشته باشه و مهر کم باشه چرا پس ما خود مسلمان هستیم؟ با مخی در طویل چیزن ترخه که کتونه دیچ مشتای سترگی نسپور پوچوالای مسلمانان یو ولی پدی که می شک نسته چه در اسلام در مبین دین پا احکام و بندی صحیح معلومات نلرو ای فهم کم است جناب وکیل صاحب یا همچشمی است یو شیدی چی ما مردم را خواه امی خراب کرده در طولنی ارت مشتر از مشتر مذهب مخ کده ارت در زرها و کلوت خفات ده یا اسلام در چوار لسوا یا چوار لسیم سوا کالا چخفا افغانستان تا در سوای دیر اغلی دی او ځینې منطقې به زه فکر کوم چې اته سوه یا شپږ سوه کاله کېږي چې مسلمانان سوي مختلفې منطقې دي په افغانستان کې ځینې به زر کاله کېږي ځینې به دولس سوه کاله کېږي یو خو دغه همچشمي او ضد و ضدبازي چې ورته وایي او یا عرفي ورته وایي دا په افغانستان کې د اوس څخه نه ده دا په افغانستان کې یو ډېر لوی تاریخ لري ده او دغه زموږ افغانستان چې هم تباه او برباد شوی دی هم د دغه بې ځایه ضد و ضدبازۍ او د دې څخه دغه سوی دی تاسو اوس وګورئ غیبت اشد من الزنا بولو او بیا هم غیبت وکړو بهتان اشد من الغیبت وکړو بیا هم دغه تاسو ورته وګورئ درواغجن د خدای دښمن بولو لیکن بیا هم درواغ وایي هره ورځ وینو چې زموږ د دوستانو څخه ماسې یو بنا ورته پیدا سي وایي مړ سو په پنځه څلوېښت کلنۍ کې څلوېښت کلنۍ کې په دېرش کلنۍ پنځه دېرش کلنۍ هېڅ علت او عمل هم نه دی معلوم په پنځوس کلنۍ کې خو هر څوک دا دی مري اوس پنځوس کلنۍ مړینې دغه سولې زیاتې سولې غنیمت است که مو هم شوه قبرستان وینو مګم عبرت نه ځینې اخو په دې باندې ټوله پوهېږو هر هغه شی چې پیدا لري پناه یې حتمي دی لیکن بیا هم عبرت نه ځینې اخو دا زموږ د
ده اسلام ده مبین دین ده احکام څخه صحیح معلومات نه درلودل او ده عقیده ضعیفوالی. درست است. تشکر جناب وکیل صاحب. شما دلیل فقر و بیچارگی را بین مردم ما و در چی میبینین و در تای دو دهه که 20 سال میشه حکومت ما پولم داشت الحمدلله همه چیز داشت، مشکل ده چی بود که نتونست کم بکنه این مشکل؟ تو علت عوامل دی تر طول غط اول علت عوامل زموج و وطن دوستی پا شوهر که ده پا عمل که نده دقیقه. دوم په هغه رقم باندې لکه موږ چې وایو چې موږ د عدل او انصاف خاوندان یو په هغه رقم باندې نه یو، دا یو واضح او تریخ حقیقت دی، پر دې باندې سترګې نسو پټولی. تاسو اوس وګورئ، پرون زه دغه ته تللی وم، د یو چا څخه شکایت شوی و چې دا سړی مستحق نه دی، مګر تاسې د واده په ډله ییز واده په لیست کې نیولی دی، دا شرکت لري. مور چې زنګ ورته ووهی، موږ ورته ویل چې کاکا ادرس دې چیرې دی، ستا یو دوست یو خط په لاس راکړی دی، نه مو ورته ویل چې د خیریه بنسټ څخه موږ زنګ درولی دی. ده راته ویل چې په پلاني ځای کې زه بوټي ماتومه د بوټو ماتومه اونجا کې رفتیم، راستیم ای بابا چوبشکن بود. ای بابا چوبشکن بود. باز کتی یک کم زاره کشیشتم درد دل کنم، باز حقیقت که سر برش کردم که از خودت شکایت شده بود که یه چیز نزید یه گریه کرد. گو بیده بی اولا یه تاله ما است، گو به نام ما کمک آمد، به نام ما کمک آمد، گفت امی کمک که به نام ما آمده، امی کمک گفت ده خانه کسی که 3-4 منزل خانه داشت، گفت به کریه ما می بردم. اما اکی خوده دخیر اکی خوده ده خانه او به کریه می بردم. درست. گفت یه تنها من نبودم، گفت بده ها کراچوان دیگه بود که او اکی که بنامی او آورده شده بود، او را در خانه چیز می برده، خانه خانی کریه می برد، ملکی کریه می برد، کسی که نیاز نداشته بله چیز بود. یعنی تاسو اوسو گوری پا نور نری که یو چوک 100 روپی گتی 40 روپی یا 50 روپی و غریب ترسیش گت یا 10 روپی یا 50 روپی و کارگر ترسیش. په افغانستان کې کسل روپی خان غټي تجارې غټي که یو روپی هم غریب تر په دا یو روپی کې بیا د 500% ځان ورسره شریکې. یعنی دلته د دغه غیر متناوند انډول بې انصافي څو موارد دي چې سره دغه سوي دي سره راګټ سوي دي چې دا او بل خبر دا دغه مظلوم ولس عهد شراوي دي، دغه دغه مظلوم ولس درد. یو میلیاردر په ټول نړۍ کې دغه رقم نشته چې یو میلیاردر یو بل د سارو د ماشام ډوډۍ ونه لري. که یو میلیاردر وي هغه بل ادي اکل باید دومره وي چې د چا قرضدار نه وي او درې شپږ میاشتې پرې دغه. مګر په افغانستان کې دغه رقم نشته. دومره خبره دا ده چې د وخت څخه یوش کاله مخکې چې دغه اساس او بنیاد چېرو کېدی د حکومت نه د دغه اساس او بنیاد صحیح دغه نه سو، اساس او بنیاد یې صحیح او اساسي کښېنښول سو. هغه چا چې به فساد کوي چې په فساد باندې به ټینګ سو، یو میاشت به دی بې وظیفې و، دومه میاشت به دونه غټه وظیفه ورکول سوله چې بل به لاندې و، هغه به هم تشویق سو چې څوک چې فساد کوي هغه دغه کوي ارتقا کوي. دغه ډیر موارد دي چې دغه فقر او غربت نورم زیات کیږي، پر اساسي پروژو باندې، پر دوامداره پروژو باندې، پر تولیداتو باندې، پر صنعت باندې، پر زراعت باندې کار ونه سو چې خلکو ته د کار زمینه مساعده سي، فقط پر داسې پروژو باندې کار وسو چې هغه د نړیوال ټولنې د وتو سره ټوله د منځ څخه ولاړه، سیستم ګرځېد د منځ څخه ولاړه. داسې دغه به ورځ سوله چې 40 نفره به سره راټول سوله، پروژه د سمینار دی، پر دې سمینار باندې به دومره پیسې دغه سوه چې سړی به د سیاریان پاته دی چې د دې سمینار پر کوم ځای باندې دون به. یعنی د دغه خلک به راغلل، دام یو پروژه وه، دام یو سمینار و چې د 40 ولایتو 450 ځوانان به راتلل، یو پلا به په یوه ولایت کې ټوله میلمانه و، بل پلا به په چې هلته به دي وکړل، 200 میلیونه افغانۍ به د دوی په نامه باندې مصرف تیر سوی. دقیقا. جناب وکیل صاحب، در حال حاضر چقدر سرمایه دارین؟ به خاطر از این سوال کردم که مسلماً کسای دست غریبا را میگیره و دست به یک کارهای خیریه میکنه که روزگار بد را گذشتانده باشه.
شما چی روزگاری داشتید و سرمایه را از چی وقت به خود دارید؟ از موش سرمایه در ورونه چول کاروبارو نلاری یه ورون می پخارش کردی اگم پیودی رگچ کمپانی که کار کهی الحمدلله چول خوندی میم چولی دکترانی دی سرمایه مم نمو در پلار جایداد سرویشلی دی او نمو نور شخصی در سرویشلی دی زیه بس ول پهلوان زنده خوشه زیه بس فقط دغه ته پریشه یم چې شکالی واغوندم او د ولس سره مرسته و دغه وکم لاسنیوی وکم. بسیار خوب، با امارت اسلامی رابطه شما چطور است؟ زما پردی تر وسه پری الحمدلله 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 تر وسه پری هیچ هیڅ نو ستونزه نه درته دغه کړی راته جوړه کړی او چې ارزای می وویني د موټر څخه می راکښته کې د مجردان وکیل صاحب ملاقات او د مجردان وکیل صاحب راځي یو عکس را سره واخ. بسیار خوب، یعنی تر اوسه پورې زما موټر نه دی تلاشي شوی چې د تلاشي د پاره دروي چې دا ما سم او وای د ودو والا وکیل صاحب راځي یو عکس را سره واخ. بیا جالب دا ده چې دیتم نه وای چې ا موټر دی بغل تک پلس ها موټرونه لاره بند ده د دې په څیر کې نه مهم نه دی ورته، لیکن دې د خپل مینی اظهار په دغه ځای باندې دې زما سره باید اتمن عکس دغه عکس را سره واخ. زما سره امپرادی وضعیت الحمدلله شد. شکر. از رهبرای امارت اسلامی چه کسی را بیشتر قبول داری؟ په منطق و په هوشیاری و په استدلال و او په پوهه کې زبی اولا مجاید. بسیار خوب، بسیار خوب. دیر با منطقه او دیر با استعداد ځوان دی چې ورسره کښېنې دا دی چې خبرې درته کوي تم پوهېږې چې د ځینو شیانو څخه دی هم دردېږي ځورېږي او کړېږي. دقیقا. و جناب وکیل صاحب شما او په جدیت کې مې دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب خوښ دی. بسیار خوب، ځوان دی. دقیقا. او یو څه لږ جدي دی او طبیعي خبره ده موږ افغانان دا چې یو څه لږ په صحت او بلاغت د ژبې ولري او بل یو څه لږ جدي وي بیا نو یونیکې که مقایسه یې کوې تر نورو باندې بیا یونیکې ده ته یو څه نمره اضافه ورکوي وایي دا پلانی سړی ښه جدي دی په خپل کار. بسیار خوب، بسیار خوب. جناب وکیل صاحب شما فرزند دختر دارین؟ بله. بسیار خوب. و اول پس... نمره مکتب هم هست نام خدا. پس نظر شما برای اقدام آخری امارات اسلامی در مورد بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، اینا تصمیم گرفتن که بالاتر از صنف ششم مکاتب برای دختر خانم‌ها بسته شود، در حالی که در دیگر کشورها مثل ایران، پاکستان، مصر، کشورهایی که اسلامی هستند، حتی عربستان سعودی که دین مبین اسلام از اونجا سرچشمه گرفته، درست است؟ هیچ مانعی نیست برای تعلیم و تربیه دختران تا حد تحصیلات عالی. پس ما، پس امارت اسلامی چه میخواین؟ چرا بستن؟ دری خبری غواړم په دې مورد کې وکم. اول خبره، افغانستان پرونم اسلامي هېواد و، زه د پلار و د نیکه و د ور نیکه څخه د څو نسلونو څخه مسلمان یم، زه نن یو چا نه یم مسلمان. زما خور، زما لور پرونم په ایجاب کې تلله و مکتب ته په اسلامي ایجاب کې تلله او ننم په اسلامي شرعي ایجاب یې اغوستی دی او زما د کورنۍ ټول غړي یې چې زما کورنۍ ته منسوب دي، زما ټول هېوادوال الحمدلله مسلمانان دي او په شرعي ایجاب کې او د دوی پر اسلامیت باندې او په شرعي ایجاب باندې او د دوی د کورنۍ په غړیتوب باندې او د دوی په وطنداری باندې افتخار کوم. بسیار خوب، بسیار خوب. دوهمه خبره دا ده چې یو سوال زما سره هم سته چې د اوله څخه تر شپږمه پورې مکتب هیڅ مشکل نه لري، د شپږمه څخه تر دولسمه پورې مکتبونه مشکل لري، ستونزه لري او میکانیزم باید ورته جوړ سي. د دولسمه څخه بیا تر شپاړسمه پورې، تر لسانسه پورې هیڅ مشکل نه لري، بیا ایلادي نه پوهېږم چې په دغه د شپږمو د دولسم په مابین کې بحث امیز ستونزه څه شي ده؟ که دغه یو څه لږ واضح سي ما هم قناعت بکنه و چې موږ هم دغه وکړو قناعت وکړو. بله خبره، درېیمه خبره دا ده
کده یو شدی علم کده یو نارینه د یو نارینه علم دغه نارینه پورې اړه لري، ولې د یو شدی علم د ټوله کورنۍ علم دی او د ټوله جامعې علم دی. کده نارینه علم مهم یو، ولې د شدی علم مهم تر تر نارینه دی؟ ځکه چې هغه د ایواد آینده سازان روزی، هغه اساس او بنیاد د یو ایواد روزی. چې ته اجازه ورنه کې چې یو انجلی دی مکتب وای پونتون دی وای، نو موږ معلم د کومې خوا څخه کو، موږ ډاکټر د کومې خوا څخه کو، موږ نرس د کومې خوا څخه کو، موږ نور پروفیسر د کومې خوا څخه کو، او بل دغه انجونې دغه اسلام د بومبین دین احکام د کومې خوا څخه زده کی. د یو انجلی څخه پوښتنه کوي چې ستا دین څه دی؟ هغه وای اسلام دی. ته وای د اسلام معنا څه دی؟ یو یهودی، یو نصرانی، یو عیسوی پوښتنه ځینې کوي چې ښه نو دا اسلام څه معنا دی؟ وایي زه خبر نه وم، ما ته اجازه نوره نشته چې زه مکتب وایم، په دې خاطر ما شی نه دي زده کړی. دغه لمونځ و توبه و کلمه و دا د اسلام پنځه بناوې او دغه د اسلام د مبین دین د احکام دغه دا په کوم ځای کې زده کړي او څنګه زده کړي چې دغه مکتب نه وي؟ تر کومه ځایه پورې چې د مکاتب ما خپلم په افغانستان کې مکتب ویلی، پونتون په افغانستان کې ویلی دی، په نصاب کې هیڅ داسې یو کتاب نه و چې هغه دې د اسلام د مبین دین د احکامو سره په ټکر کې وي. دقیقه ولې که په ټکر کې وي، خو هغه یو کتاب دې ځینې وایستل سي. که د یو چا په نظر باندې دا کوم یو کاستي لري په اندازه دغه څخه دي، مثلا که یو څوک یو دغه ولري چې وای طرزالعمل دی ورته جوړ، مثلا وای چې سپین ټیکری دی انجلی نه په سر کوي، که دا سپین ټیکری دوی ته د اسلام د حکم خلاف معلومیږي، تور ټوکری د اسلام د حکم مطابق معلومیږي، هیڅ پلار او مور د یو ټوکری په خاطر باندې خپل لور د مکتب څخه نه راګرځي، بیا خپل لور ته وای تور ټوکری پر سر کوي. لیکن زه فکر کوم چې که دغه مکاتب او پونتونونه د ښځینه پر دغه باندې مخ باندې وتړل سي، دا نه یوازې چې د یو قشر سره چې هغه 50% څخه لوړ د جامعې نفوس دی، د هغو په حق کې جفا ده، د هغو د حق طلب دی، د هغو په حق کې ظلم دی، بلکه د دې واد په حق کې ظلم دی، د یواد د سازان د تربیه په حق کې ظلم دی، د یواد د راتلونکي په حق کې ظلم دی. او په اوږد مهال کې به بیا موږ د داسې دردونکي زورونکي او کړونکي حالات سره مخ کیږو چې بیا جبران ناممکن وي. تاوان چې پر هر ځای باندې راوګرځېږي فکر کوم چې ګټه. بسیار تشکر جناب وکیل صاحب. از سوالای سیاسی و دغدغه های عروسی و اینا میگذریم و میاییم به طرف بعض سوالای شخصی و تفریحی. درست است؟ شما بیشتر لباسای میهنی و افغانی فرمایش میتین و بتن میکنین و ماشاءالله به لقب چی هم مشهور هستین، کشتیپ هم مشهور هستین. درست است؟ شما حساسیت دارین با لباسای خارجی مثلا این چیزا؟ یا حساسیت نه ورسره لرم، خو په دغه کې راحت یم، په خپل ملي کالو کې راحت یم، لکه نور نړۍ چې هیوادوال چې خپل په ملي لباس باندې افتخار کوي. اوس ته وګوره عربان دي، چندانې ډېر کم عرب به تا لیدلی چې دریشي اغوستي، هغه خپل ملي لباس هغه کې. اوس ترکان دي، هغه خپل ملي لباس. شما الگو گرفتین از عربا؟ نه الگو مو نه ده کرد، زه خپل ځان ته خپل الگو هم ضرورت چی لرم چی بل ځان ته الگو. دغه مې ملي جامه ده او کندارۍ لباس دی، کندارۍ دوخ دی، ښه خوندم را سره کوي، خوښ مې هم دی. ماشاءالله بسیار هم زیباست. اوس ډېر موټ سوی هم دی، تقریبا په هر 100 ځوانانو کې به فکر کوم چې تر څلوېښت ځوانان ډېر غاړې اغوندي یا یخني اغوندي. خو پر کې پکت په دې کې دی چې یو شی دی چې زموږ هغه کریډیټ هم راکم کړی دی، ځکه چې دوی کمپیوټري غاړې اغوندي او موږ دستدوز اغوندي، زه دستدوز اغوندي او پر کې نه کېږي. دومره ظریف دغه کېږي چې پر کې نه کېږي. وکیل صاحب ما هم بسیار دوست دارم از امی لباس ها بپوشم، ولی متاسفانه اینجا همو ماشینی هایش هست. ماشینی هایش هست، این قیمت هست کم زنه. دقیقا، پس چطور میتونیم؟ در این مورد شما میتونیم ما را کمک کنیم؟ برو اگر نوبتی عروسی دیگه چون دیگه باز در خدمت هستیم. بسیار تشکر جناب وکیل صاحب. دوستا برای ما گفتن که شما یک خاطره بسیار خوب در مورد گلپی دارین.
ولی من نمیفهمم. نه خاطر بسیار جالب بود که در دفتر ما کسی گلپی نمیخوره. خب کسی گلپی نمیخوره. یک روز دلم به گلپی شد که من خودم خوب آشپزم هستم، خود ستایی نشوه، یعنی غذاهایی که در افغانستان پخته میشه او رو کلگی یاد دارم. دقیقاً بعضی غذاهای خارجی رو یاد دارم و بعضی وقتی که در خانه میمانی کلان باشه باز سر آشپزم ما هستم. حال شاگردا در خانه خود شاگردای زیاد دارم. بسیار الحمدلله مرا کم ذره چیز کرده، وسا کرده. دیگه من رفتم در آشپزخانه گلپی رو میده کردم، گلپی رو چیز پخته کردم. باز که گلپی در آشپز در دسترخوان آورد، باز یک دمی لکمه یک طرف همی گلپی رو چیز میکنه، یک مثل خدا نخواسته چیز مردار باشه دیگه، باز یکش به هم دیگه. ما یک عادت داریم که در هر موقعی بودیم آشپز و سکرتر و دیگه کارکنای دفترم بنیاد خیریم و ماپزین ما کل تاجری واری ما سر یک دسترخوان میشه و از یک آشپزخانه کلگی یک نان میخوریم. این تو نبود که برای یک بازه. اگر میمانم داشتیم من کتی میمانه نان میخوردم، امون نان که میمانه میخورد، امون نان سرباز من میخورد، دریور من میخورد، کلگی ما میخورد. این برنامه دادم دروغ گفتن نمیتونه خیر سر بدست باز کلگی میبینم. دقیق باز من چیز کردم که دیدم که هیچ کس نمیخوره، باز گفتم که هر کس توصیف گلفی را نکنه، خدا او را صاحب اولاد مرد نکنه و خدا نصیبش زنی دومی و سیومی و چهارمی ننوشته نکنه. ایره که چیز کردم همه کارتر چیز میگه یاره وکیل صاحب همون روز در گوگل گفتم میگه همه چیز گلفی که هست مثل زربول اصل واری علاج اف مرض هست دیگهش میگه که ویتامین سی داره، دیگهش میگه چیز آکه علی با دعا پوش سرش نشو ما باز زن نمان باز زن باز من همون عکس گلپی را در چیز گردم. من گفتم اکسان را مکمل در سپی خود نوشته کردم، اما خاطر یک گلپی همی بود که کلا گیر چیزش کردم. باز در چیز هم کردم یک غذای بسیار خوب است که خوب پخته شد باز هم احسانش سر سر چیز انداختم، سر لغمان و سر جلال آباد انداختم. ما گفتم باز نگوین که ما شما را دوست ندارم، اینه چی که توصیه تولیدات شما را میکنه، حاصلات شما را میکنه. دقیقا جناب وکیل صاحب شما چند همسر داره؟ الحمدلله ما عروسی کردیم، به خوشی خود کردیم، یک همسر دارم و الحمدلله تا بال نیازی ندارم که به دیگر و کستم ندارم که دیگر. چطور ممکن است شما چند هزار نفر به مرادشان رسانده؟ یک سال چند هزار نفر شما عروسی کردین و به مرادشان رسانده؟ بیشتر فکر میکنم بیشتر از 2500 شده. آلی امپیرادی و امپیرادی و دست جمعی در وقت ما کجا بودیم جناب وکیل؟ اکثر جوان ها که ما کتش رو برو میشه همین گفت نمیشه جبران کنه. یه تو خود نیست که کسی عروسی دست جمعی میکنه. باز در عروسی اگر ما در عروسی برای خود یک زن میگونیم تو بیبی بیشتر از یک صد و چند دانه میشه. نمیشه در مقابل ما جبران کنین. مقصدم از زن نیست، اما مسار رو فکر بتین که فاید نه اونجا خود پیش گفته که من در خانه کم ذره مشکلات دارم و هر وقت چیز است برای من زنی دیگر بگی و ناجوانی بند است که جایش سنسور نکنی بمان که اونجا که من میبینم اونجا که بیرون برای من کدام گپا را برای من زدید مورد زندگی که عالم نکنین ولی آزم چیزی نگفتیم گپا بود که نه پروا نداره خب بگو خب بسیار تشکر از این پیشنامه بس ولی خبر شد یانگی ما خبر شد دیگه ولی که اگه ایرم شما سانسور کنین دیگه بچه هست که او را برش برسانه. دقیقاً چی میگه در پشتو میگه خدایی خدمتگاران، خدایی خدمتگار خدایی بسیار زیاد هست. واقعا نه کدام گپ نیست مثلا نه اونجا برای ما چیز میگه قسم برای ما میدادی که یک باسواد باشه و فونتون خانده شما هم بعضی گپایی گفتین یادتون باشه. پس من را مجبور کردی از دانی من امراض را گفتم من را مجبور باید گفتین من چون یکی در یک جای است و دیگه ولی من آشکار نکردیم ما را گفتم که ما را مجبور باید کردی که ما بعضی چیزا را بردیم. خب پیش میریم گرفتم تانه. بسیار تشکر جناب وکیل صاحب، لطف کردین. به عنوان آخرین پرسش آرزویتان برای افغانستان چی است؟
په هر منځ کې یو دعا کوم چې یا لوی مهربان بنیاز او ستر ځواکمن پروردگار موږ ټول افغانانو ته یو د بل د زغملو قوت او قدرت راکړي. تر هغه وخته پورې مې مه وژنې چې زه افغانستان د نورو هیوادونو پر کم پرمخ تللی وینم، د هر یوه په شونډو کې مسکا وینم، په تندي کې یې ځلا وینم، په کور کې یو ګوله ډوډۍ وینم، په ژوند کې سکون او خوشحالي وینم. د خدای پاک په دربار کې خو هېڅ هم کم نه دی. نه پوهېږم چې د کوم ګناه پر اساس مو دعا نه قبلېږي، خو ولې خپل عذر زارۍ د خدای پاک و عظیم دربار ته په ډېر عاجزۍ کوو چې الهي پروردګاره زموږ افغانستان او زموږ افغانان د ټولو دردونو، رنځونو، کړاوونو او مشکلاتو څخه راته خلاص انشاءالله او راته وساتې. او د خدای پاک په دربار کې خو هېڅ کم نه دی او هېڅ زور نه ورته غواړي. سړی دردیږي، زوریږي او روحي او جسمي او ذهني سکون ځینې اخیستل کېږي چې وینې هره ورځ د ارې ننوایي و مخته په لسهاوو خوندې سپین ږیري ځوانان او واړه ماشومان د یوې ګولې ډوډۍ دپاره په کتار کې ولاړ یا یو څوک چې ورځي دوی زارۍ ورته کوي، کاکا جان، برادر جان یا وروره، ما ته یوه دانه ډوډۍ دغه. او بله ورځ یو ماشوم ډېر سخت ودردولم، یو درې میاشتې مخکې واوره وورېدله، زه دغه ته روان وم، سونا ته روان وم، دا ماشوم ژړله، پدری ویله چې کاکا په یو سړي پسې کاکا جان برادرم داره میمیره، سینه بغل از دانه می بکت، یک دانه شربت پول نمیخوایم فقط یک شربت برایم بخواد. کاکا جان قربان شم صدقه چون فقط یک دانه شربت برایم بخواد، پول نمیخوایم کاکا. یک رقم گیریه و یک رقم بس با چیزی سوزان که قلبی چیز میکرد، قلبی پولاد میشکستان. یعنی ما دایی تو یک حالت هستیم. ما یه بچه را از دست گرفتم، من گفتم بچه دکتر میاری یا چیز هسته؟ گفت نه، دوازیت نیست که دو دکتر چیز کنیم، پکت همی امپیکلاکس، شربت امپیکلاکس و پریستامول یک دانه برای یک کسه بخره. دیگه او را در شپخانه بردیم. یعنی این تو یک حالت است. مردم زندگی نمی کنه فقط به خاطر زنده ماندن کوشش می کنه که چی رقم زنده بمانه. این دیگه مرگ تدریجی را ما تجربه می کنیم یا امکان می کنیم در افغانستان. دیگه به امید او روز که هیچ کس درد نداشته باشه، هیچ کس غم نداشته باشه. مثلی که یک چند روز پیش به تابوت فروش رفتم، من گفتم کاکا کاروبار چطور؟ گفت الحمدلله بچیم، الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. گفتم شش هفت ماه میشه که بیشتر از ده تابوت نفروختیم. وقتی بود که روزانه ما ده، پانزده، بیست تابوت میفروختیم. گفت کاروبار میستاد اصد یک لکمه نانم ندارم، وضع اقتصادیم خراب است، چند ماه میشه که قرضدار دکاندارم هستم، ولی بازم دعا میکنم که خدای کاروبار مرا ایستاد کن، خدای کاروبار تابوت ایستاد کنه. جنگ رای حل نیست برای هر دو طرف. آمین. که داخل جنگ است، برای اونا خواست میکنم. آمین. که در افغانستان هیچ خانه نیست که بیوه و شهید و زخمی و معلول و معیوب نداشته باشه، یا پیرار از افغانستان نداشته باشه. تا کی؟ و گناه ما چیست؟ ما چرا باید قربانی به یک نام با دیگه نام دیگه قربانی بدیم؟ تر څه وخته پورې موږ د یو د بل د سیاست قرباني سو؟ تر څه وخته پورې د یو بل په نامه باندې، په هدایت باندې خپل ورور وژنه؟ و بهترین لار تحمل ده، بهترین لار یو بل زغمل دی، بهترین لار د سولې ده، د وروري ده، سوله د لوی او مهربان الله جل جلاله امر دی، د پیغمبرانو سنت دی. او زموږ نن ورځې ارین او آیاتي ضرورت دی که هر اندازه باندې مشکلات ستونزې په افغانستان کې د جنډ ډیری په هغه اندازه باندې د یواد بیا یو مور زوی د لاسه ورکوي، یو خور ورور د لاسه ورکوي، او یو میرمن خپل میړه د لاسه، او یو معصوم اولاد خپل پلار د لاسه څخه ورکوي، یو څوک خپل د وجود غړي د لاسه څخه ورکوي، او یو څوک خپل وطن پرېښوول ته مجبوره کیږي. دقیقا. او دا باید نور دغه سلسله باید ختم شي. دقیقا، انشاءالله.
و بسیار تشکر جناب وکیل صاحب. در این بخش از برنامه کاکتوس ما بخش عکس‌ها را داریم که چند عکس از سیاسون کشور را به شما نشان بدیم تا نظر شما را داشته باشیم در مورد از اونا. یک چیز است، ما و شما پیش یک وعده کرده بودیم که عکس‌ها نیست در برنامه. عکس‌ها است؟ نه، شما وعده کرده بودیم که عکس‌ها نیست در برنامه. چرا؟ چون آدم آمادگی نداشته. نمی‌فهمم که عکس کی را شما به ما نشان میدین؟ بیا این بار بدون آمادگی بگیریم. آدم های خوب هستن. خب صحیح است. من میفهمم که کلشان را دیدین، میشناسین و گفتنی هم دارین. خدا کنه. و اگر نبودم خیر. در ولسی جرگه رئیس و در افغانستان در چو گوت پشمر سرمایه دارن و در جمله چخه دی؟ بلکل یو تلایی چانس پلاس باندی وارغی پا اغا رکم باندی چه باید استفاده دین سوی وای در دغه ایواد در شیرازی او در سکون پخاطر در دغه موقع پچخه او یو تاریخ جور کردی وای متاسفانه و بدبختانه پا اغا رکم باندی استفاده کنی شد تلایی چانسی در لوده ولی استفاده این زنی وکر. خوب است، تشکر. و آقای نور، چرا وکیل صاحب؟ امیگه کی پیاد میگو؟ امی سی چهار تا پاکی نپسک زدم و چیزی نگفتم. امیگه کی پیاد؟ چیزی بود قابل گفتن که نگفتین؟ یا ما برات گفتم که امیگه کی پیاد میخو؟ امیگه کی پیاد میکنه پیش میره؟ ای باز مرموز میشه. یک چیز خوب است که امی مرموز باشه. امی مرموز باشه. خوب است که مردم عالم می پام با مو یک اشاره اقلانه اشاره کافی است. خوب است وکیل صاحب. آقای شیک، دکتر صاحب عبدالله که څه هم د شی استعداد خاوند دی او د افغانستان په مختلفو وختونو کې مختلف ښه ډېر ښایسته ښایسته چانسونه په لاس ورغلل، ول هیڅ وخت یې مثبت استفاده ځینې ونه کړله. اینا مثبت استفاده نه کړله، متاسفانه او بدبختانه. هیڅ وخت یې که ده د هر وخت د نظام سره یا په هر وخت کې د خپلې چوکۍ څخه مثبته استفاده کړې وای، نن به د افغانستان د ګوت په شمار یو څو کسانو د جملې څخه یو د دنو. ولې په دا اوس کې چې بیا په دغه حالت کې د خپل ولس سره پاته سوی دغه کار یک کار مفید کردن کار ستایمه او مننه ځینې کوم. ولې هغه وخت چې د ده قوت و قدرت و او په سیاست کې دخیل و د هغو څخه یې ګیله لرمه چې په هغه رقم چې باید دی ځلېدلی وای او تاریخ خپل قوم و ځان و یوه ته جوړ کړی، متاسفانه په هغه رقم یې ونه کړولی سو. دا چانس یو وخت سړي ته ورځي او به چانسي هر وخت د سړي دروازه ټکوي. ولې دی یوازنی شخص و چې څو واره چانس ده ته ورغی، لیکن ته د چانس څخه په هغه رقم باندې چې باید سوی وای په هغه رقم باندې استفاده ځینې ونه کړل. نورې په زه دغه کسان د جملې څخه نه یم چې منفي فکر وکړمه چې ولې شیک پوشي کوي ولې دغه کوي. یو څوک زه خپله غاړه اغوندم نو یو څوک به ماته وایي هغه د خپل شخصي یو خپله شخصي سلیقه ده، پر هغه باندې زه ډېر بحث نه کوم. ولې پر دې باندې یو ګیله ځینې لرمه چې ده ډېر چانسونه د لاس څخه ورکړه او ده یوازې واحد کس و چې څو واره چانس په لاسه ورکړه. درست، بسیار تشکر. و آقای حمدالله محب، اینا یک ویدیو ازشان پخش شد که افغانای ما فکر کنم لندن بود که مزاحمت میکردن برشان و پرسش هایی داشتن که طبعا اینا باید جواب میداشت، خب جایش نبود از او خاطر. و بعد یک ویدیوی دیگه ایشان برآمد که بسیار از یک جمعی از مردم رفته و حتی نمیمانند که اینا درست بخوابن در اونجا و پیش روی خانه شان سر و صدا میکنن و به الفاظ بسیار بد صدا میزنن اینا را و بالاخره هم که معذرت خواهی کرد. ځینې شیان په معذرت خواهی باندې نه ده، معذرت خواهی به زما کم درد دوا کړي. هغه کونډې خور چې په تېر نظام کې قرباني ورکړې، خپل مېړه یې ورکړې، یا خور چې خپل ورور یا هغه پلار چې خپل اولاد یې لاړسه، یا هغه اولاد چې خپل پلار یې د لاس څخه ورکړې، هغه د ده په معذرت خواهی باندې بېرته راژوندی کېږي؟ نه. یا دا نظام چې د منځ څخه ولاړې، حکومت د منځ څخه ولاړې، د ده په معذرت خواهی باندې کړي راژوندی کېږي؟ معذرت خواهی یې ولس وخوري کې وچشي او کم درد به د ده معذرت خواهی کم درد به ده دوای زه یو شی درته وایم، وتعیز من تشا وتذل من تشا. دا عزت و ذلت د اعلی د جانب څخه دی بدون شک.
دا دغه مظلوم ولس ازار لري، دغه د مظلوم ولس دا به ته ډیر خلک وګوري چې په ډیرو خلکو پسې به دا ازار پسې سي. ول یو د هغه کسانو د جملې څخه و چې تصمیم کوونکی کس و، د افغانستان د تباهي بربادۍ د ګوټ په شمار یو څو کسان چې د افغانستان د تباهي بربادۍ او د دغه نظام او د دغه حکومت د له منځه وړلو سبب سوله، او د دغه سیستم د له منځه وړلو سبب سوله، او ولس ته د درد ورکولو سبب سوله، او ولس څخه د سکون د اخیستلو سبب سوله، او د هیواد څخه د پراب سبب سو، د هغو ګوت په شمار کسان د جملې څخه دی. و دا نه په مذرتخواهي باندې دا خبره حلیږي، بلکل بلکل، او نه هم جبرانیږي. درست است، تشکر وکیل صاحب و دکتر صاحب نجیب. چرا وکیل صاحب؟ نه پوهیږم چې د دې په مورد کې څه ووایم. میشه یک چیز بگویم؟ چشمایتون داره میگه؟ فکر کوم چې زما ترسوی لوړ دی، د ده په مورد کې ویل زما ترسوی لوړ یې بولم. په دې کې چک نه وینم چې د ده په وخت کې ځینې خوندې کونډې سوي وې، ځینې پلار بې اولاده سوی و، ځینې اولاد بې پلاره سوی و. دغه ټول کورنۍ ته تسلیت وایم. ولې یو څوک دی چې د لسونو کلونو څخه وروسته هم د ولس پر زړونو باندې، د خپل ولس پر زړونو باندې قبر یې بچی کوي، پر مړینې باندې د ولس پر زړونو باندې بچی کوي؟ دا د ده اخلاق. زه پر کارکردبۍ باندې بحث نه کوم چې د ده په وخت کې څومره ظلمونه سوي دي، څومره اشتباهات سوي دي، خو طبیعي خبره د رئیس جمهور و، هم به مثبت کړنې درلودلې، هم به منفي کړنې درلودلې. ولې دی که تاسو دا ویډیو وګورئ، دغه هر ویډیو یې د عبرت درس دی و افغانانو ته. او ډیره جالبه دا ده چې په هغه وخت کې ده یو پیشبیني کړې و، اوس دا ټوله رښتیا کېږي. دا ټوله، یعنی یو فیصد هم نه ده دغسې. هغه څه چې ده ویلي دي، اوس فلمونه پر جوړ سوي دي، د ده پر پیشبیني باندې فلمونه جوړ سوي. خدای دې معاقده نه راخرابوي. د وطن اصلي بچی یو واقعي افغان، یو با استعداده، په صحت و بلاغت، او یو نتاک دغه، او هغه څوک چې خبرې پر خلکو باندې نه غمېدلې. ما یې صفت وکړ، دا زما شخصي نظر دی، او خدای دې وکړي چې هغه کورنۍ زما سره په دغه باندې ونه دردېږي چې خپل د کورنۍ عزیزترین غړی یې د ده په وخت کې د لاس څخه وتړي. خو افغانستان و څلور دېرش ولایت یې درلودل، مختلفې مرجع یې درلودلې، خامخا به یو څوک دردېدلی، یو څوک به شهید سوی، معلول سوی، د په وخت کې به د افغانستان څخه و د کور کور کلي و مځکې پرېښودلو ته مو مجبوره سوې. خو که داسې یو څوک فکر وکړي چې ده څه شی درلوده خپل په وجود کې، څه شی درلودله چې نن د ده قبر د ولس پر زړونو باندې بچی کوي؟ یعنی تاسو باور وکړئ چې تر اوسه پورې مې داسې څوک نه دی لیدلی. داسې کسان مې ډېر لیدلي دي چې وایي د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې زما پلار یې د کوره وایستی، مړ و، ژوندی یې بیا ورک سو. مګم خدای پاک دې غر کې رحمت وګرځي، یو جیژ افغان. دقیق هغه څوک چې پلار یې د ده په وخت کې خپل پلار یې د لاس ورکړی، هغه هم ده ته دعا وکړي. بسیار تشکر. خو بس دعای وکړو چې لوی او مهربان الله جل جلاله ټوله د حق د لارې د شهیدانو سره دې یو ځای الله پاک رب العزت غر کې رحمت او جنت فردوس ته ځای، او کورنۍ ته تسلیت وایو، او خدا پاک دې یواز ورکړي. آمین. بسیار تشکر جناب وکیل صاحب. و یک بخش از برنامه مانده که سوالاتی است به بسیار سرعت پرسش میشه از شما، و شما بسیار کوتاه جواب میتین. اگر موافق باشیم که او بخشم پیش ببریم. با کدام کشورها سفر کردید؟ تقریبا به 6-7 کشور. رنگ دلخواهتان؟ سیاه. حج رفتید؟ یک دفعه. یک بار.
کدام ولایت افغانستان را دوست دارید که برید در اونجا و وقتتان را بگذرانید؟ در کندار خو اون عملا هستم، دیگه در 33 ولایت افغانستان مالکت هم هست، افغان هستم و خوش دارم که برای کل گیرم و ادای احترام برای کل افغان ها بکنم. بلکل. موتر دلخواهیتا؟ امون موتر که مرا تا یک جای به منزل میرسانه. کدام مدل؟ طبیعی سی مدل بالا را کسی دوست دارم، من تا درا بریم خراب نشه و یک آدم بیکبر هستم. خوب است، خوب است. چه نوع غذای افغانی را دوست داره؟ غذایی که در دسترخان اکثر افغانا پیدا بانجان بیندیر. بانجان بیندیر را سید دوست دارم. خب، من گفتم شاید گلپیر بیشتر دوست داشت. نه، گلپیر هم دوست دارم، ولی بانجان بیندیر از چیز کرده دوست دارم. و بانجان بیندیر که کنداری ها پخته میکنه. درست. دوست دارید سر سفره غذایتون آب باشه، نوشیدنی گازدار باشه و همچنان دوغ؟ دوغی مشک. دوغ خوب است، نه؟ دوغی مشک که در مشک جور شده، جوش طبیعی. طبیعی جور میشه، ای که از ماش جور میکنی، در میکسر جور میکنی، او را نه. بسیار زیاد تشکر، خوب شد که ایره در آخر برنامه گفتیم که امی لحظه شوق شد و بریم یکان جا اگر پیدا کردیم که بخوریم. در راه که میریم زیاد هست. انشالله یک جا میریم. بسیار تشکر جناب وکیل صاحب محترم، به نهایت برنامه عالی داشتیم با شما و سپاسگزار هستم از اینکه تشریف آوردین به برنامه، افتخار دادین بر ما و واقعا به وجودتان ما افتخار میکنم. بخیر باش، با عزت باش. سلامت باشین، خیلی خوش آمدید. بخیر باش. قربانتون.